عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان و میهمانان محترم حاضر در جلسه و دوستانی که ما را از طریق یوتیوب نظاره‌گر هستند. با انتشار گذاشتن هرچه بیشتر این سخنرانی ما را در آگاهی رسانی بیشتر یاری بفهم. امروز شنبه 17 آپریل 2022 برابر با 28 فروردین 1401 در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از جلسات نمایندگی منطقه شمال آلمان از مجموعه بزرگ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. مسائلی که ما امروز درباره اون به بحث و تبادل نظر می‌پردازیم شامل گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر، بررسی کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ادامه با 4 سخنران در خدمتون هستیم با موضوعات زنان فعال حقوق بشر، مادران آفرینندگان دنیای واحد، اشتغال زندانی در ایران و وضعیت فرهنگیان در ایران. و در انتها طبق روال همیشه با بحث آزاد با موضوع حق زندگی سالم برای همه به مناسبت روز بین المللی کره زمین در خدمتتون هست. لازم به ذکره که اشاره کنم بعد از هر سخنرانی بحث و تبادل نظر درباره اون موضوع برای همه عزیزان حاضر در جلسه آزاد هستش. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و میریم که بخش اول جلسه رو شروع کنیم با صحبت‌های جناب آقای مسعود ذوالفقاری با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر. آقای ذوالفقاری اگر آمادگی دارید لطفاً اعلام بفرمایید تا مایک برای شما باز بشه. عرض سلام و ادب دارم. صدای من در جلسه هست؟ بله صداتون هست، بفرمایید. من مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان حاضر در جلسه و کسانی که از طریق یوتیوب ما رو نگاه میکنند. اخبار نقض حقوق بشر در اسفند 1400 با حدود 50 مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران به خصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف ایران رخ داده همراه بوده. اعدام 48 نفر در اسفند 1400 همچنان بازگو کننده نقض حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایرانه. از مهمترین این موارد میشه به اعدام 8 زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز اشاره کرد. در این ماه همچنین یک زندانی به نام علی حیدر دهقانی در زندان خرم‌آباد و 8 زندانی دیگه در زندان‌های رجایی شهر و اصفهان و زندان میاندآب دار زده شدند. افزون بر این حاتم ازمیر شهروند ترکیه‌ای در شهر خوی و فیروز موسالو به جرم عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند. بیش از 75% اعدام‌هایی که در ایران انجام میشه در واقع اطلاع رسانی نمیشه که نهادهای حقوق بشری اصلا اینا رو میگن اعدام‌های مخفیانه. در سال‌های اخیر حالا علاوه بر این اعدام‌ها در سال اخیر جمهوری اسلامی رویه جدیدی رو هم برای حزب مخالفانش در پیش گرفته، اون این که ابتدا افراد رو حالا به جرم شرکت در اعتراضات و و و بازداشت میکنه و پس از مدتی اعلام میکنه که این افراد در زندان به علتهای مختلف از جمله خودکشی، نمیدونم بیماری، ایست قلبی فوت شدن، که در واقع جمهوری اسلامی با این روش هزینه اعدام رو برای خودش پایین میاره، کاهش میده و تلاش میکنه با این روش از گزند انتقادهای حقوق بشری در داخل و خارج مصون بمونه. بنابر گزارش های نهادهای بین المللی ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندانش رو در دنیا داره. من این موردی که گفتم خدمتتون آخرین موردش آقای مهدی صالحی شاهرخی بوده که در اعتراضات دیماه 96 دستگیر شده بوده در اصفهان و در زندان اصفهان بودش که چند روز پیش اعلام کردن که به علت تزریق داروی اشتباهی به کما رفته و فوت کرده و خیلی ساده اینجوری جون افراد رو میگیرن. همونطوری که همواره گفته شده اعدام افراد
با هر جرمی نقض صریح ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق حیات برای همه، که این ماده تاکید شده که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی داره. جمهوری اسلامی در اسفند ماه همچون گذشته 10 تن رو به اتهام‌های واهی بازداشت کرده که از این میتونه بازداشت 2 تن در تهران و 5 تن در رشت اشاره کرد. همچنین 20 اسفند در مراسم یادبود صمد شعبانی، شاعر و نویسنده، که در کرج با حضور تعدادی از شهروندان و فعالان مدنی و کارگری برگزار شده بود، با ورود نیروهای پلیس و امنیت دست کم 20 تن بازداشت شدند. بازداشت، این نکته خیلی مهمیه، بازداشت و احضار بدون علت در ایران، در حالی که بر اساس قانون اساسی ایران قاضی نباید کسی رو احضار یا جلب بکنه مگر اون که دلایل کافی داشته باشه. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد خودش مشمول محکومیت میشه. اما خب در این حیطه کلن معیارهای مراجع قضایی ایران متناقضه و کلن ما مطابق موازین حقوق بشری نیستش. اما پیروان سایر ادیان و مذاهب در اسفند ماه گذشته همچنان زیر فشارهای فزاینده بودند. در این ماه زاهد حیاتزهی و عبدالغفار اربابی در راسک، شهاب در چابهار و کاظم حوت علیزاده در مهابات، توران محمودی در کرمانشاه از شهروندان سنی مذهب بازداشت شدند. در ماهی که سپری شد حکم حبس و ضبط تلفن همراه شیوا خلیلی، شهروند بهایی ساکن بابل، توسط دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد. در ضمن صدیقه اقدسی، بهروز فرزندی و قاسم معصومی، شهروندان بهایی ساکن شیراز، به زندان بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شدند. که این اقدامات نقض آشکار مواد 1، 2، 6، 7، 18 و 19 اعلام جهانی حقوق بشر. ماده 1، همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، یعنی تمام افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن. ماده 2 میگه عدم تبعیض، یعنی هر کس میتونه بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگری و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگه از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهرمند بشه. ماده 6 میگه ارزش انسانی در همه جا، یعنی هر انسانی سزاوار و محق تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته بشه، که متاسفانه در جمهوری اسلامی اصلا یه همچین اتفاقی نمیفته و کلا شهروندان، حالا فارغ از جنس و نژاد و مذهب و دینشون، کلا درجه 2 هن همشون، فقط مسئولین هن که درجه 1. ماده 7 میگه همه در برابر قانون مساوی هن. ماده 18 میگه حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان، یعنی هر کس حق آزادی عقیده و بیان داره و حق مذکور شامل اونی که از داشتن عقاید خود گیم و استرابی نداشته باشه. در صورتی که تو ایران کلن شما همیشه نگران اینی که یه وقتی عقایدت یا نظراتت مخالف نظام ولایی باشه و میترسی، و خود منم بارها به اصطلاح به خاطر همین موضوع مورد مؤاخذه قرار گرفتم و بازداشت شدم. البته همونطور که میدونیم نقض حقوق بشر فقط شامل پیروان سایر ادیان و مذاهب نیست تو ایران. در واقع نفس حضور حکومتی دیکتاتور و ایدئولوژیک همچون جمهوری اسلامی در یک کشور به معنای نقض گسترده حقوق افراد ساکن در اون کشور هستش و ما روزانه شاهد این موضوع در کل ایران هستیم. از بحث حجاب اجباری خانم‌ها و انواع تبعیض‌های جنسیتی بگیر تا وادار کردن افراد به اجرای احکام شریعتشون، همچون روزه گرفتن و مجازات اونا، مجازات کسایی که به اصطلاح روزه خار خونده میشن، به شلاق و زندان و انواع اقسام این تحقیرها. اما موضوع شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی همواره با انتقادهای گسترده همراه بوده که البته دستگاه قضایی امنیتی با وقاحت تمام این موارد رو یا انکار و یا توجیه میکنه. معمولا در اسمنمان دو افسر شاغل در زندان تهران بزرگ با استفاده از الکل دستان یک زندانی رو سوزوندن. علی‌رغم شکایت زندانی و مسئولان زندان، این اقدام خشونت‌آمیز این دو تا مأمور فقط به تغییر محل پست اونها پاسخ داده شد. آدم یاد حکمیه که برای سعید مرتضوی تو قضیه کوی دانشگاه صادر شده میافته، که به اصطلاح فقط 200 هزار تومان جریمه‌اش کرد.
گفتنی که یه شهروند بازداشتی در زندان مراغه توسط مسئولان این زندان به شدت ضرب و شتم شده و برای چند ساعت به صورت تنبیهی ایستاده با دستبند به نرده های مقابل بند بسته شده. در ضمن سبا کردافشاری فعال مدنی محبوس در زندان قرچک برامین توسط یکی از زندانیان متهم به جرائم عمومی ضرب و شتم شده، که البته بسیار ساده لوحانه است که فکر کنیم که این اتفاقایی که دو زندان میفته سر خود و به اصطلاح آتیش به اختیاره، که اصلا اینطوری نیست و قطعا اینها با هماهنگی مسئولان زندان و مسئولات امنیتی اون محل انجام میشه که زندانی های خاص که مورد نظر حکومت هستش مورد ضرب و شتم زندانی های دیگه قرار میده. این اقدامات این نقض آشکار مواد 5 و 6 اعلامیه حقوق بشر ماده 5 بر ممنوعیت شکنجه تاکید داره، به این معنی که احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری باشه. ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، یعنی هر انسانی سزاوار و محقی تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته بشه. اما متاسفانه در ایران و در نظام ولایت فقیه تنها مسئله که ارزش نداره کرامت انسانیه و این موضوع در زندان‌های ملاها که کاملا ایزوله و مصون از هر گونه بازرسی و نظارت بیداد میکنه. اما خالی از لطف نیست که یه نگاه آماری هم به جلوه های از نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته، یعنی در سال 1400 داشته باشیم. در حقیقت در سال 1400 تصویر بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران رو روایت میکنه. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد معترضان مسالمت جو، افزایش فشار بر پیروان سایر ادیان، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در کشور، وضعیت دوتابعیتی ها، وضعیت بد بازداشتگاه ها و زندان ها به ویژه در شرایط شروع ویروس کرونا، بدرفتاری و شکنجه های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابسامان زندان ها و شلاق زدن به عنوان مجازات در کنار محروم کردن زندانیان عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی و تبعید زندانیان سیاسی تنها نمونه هایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران. بر اساس گزارش ها 6722 گزارشی ثبت شده در سال 1400، 1743 شهروند در ایران بر مبنای عقیده یا سیاسی مبنای عقیدتی یا سیاسی خودشون بازداشت شدن، 141 نفر هم مرتبط با سبک زندگیشون بوده که به اصطلاح هرجوری دلشون می‌خواست بخواستن زندگی بکنن اما مورد بازداشت و تهدید قرار گرفتن. و در ادامه باید به عدم توقف احکام غیر انسانی در سال گذشته اشاره کرد که مجازاتی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله آشکار داره. از جمله این موارد میتونه به صدور یک حکم قصاص چشم اشاره کرد که خیلی وحشتناکه و به نظر من قرون وسطاییه. و همچنین 4081 ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در سال گذشته صادر و اجرا شده. در سال 1400 زنان ایرانی همچون سایر اقشار سال دشواری رو تجربه کردن، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به سبب دست کم 21594 مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد. در همین سال 12 مورد اسید پاشی، 4 مورد تجاوز و آزار جنسی، 15 مورد قتل زنان، 10 مورد خودسوزی، 4 مورد خودکشی و 20 زن هم قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خودشون شدند. در طول سال 1400 مجموعاً 203 شهروند هم هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتن که از جمله پولبرها، سوختبرها در غرب و شرق کشور و همچنین جنوب. و همچون تمام دهه های اخیر پس از انقلاب 57 اعدام در ایران از برجسته ترین جلوه های نقض حقوق بشر محسوب میشه. در سال 1400 دست کم 333 شهروند از جمله 12 زن و 3 کودک اعدام شدند و همچنین طی این تاریخ 105 تن دیگر هم به اعدام محکوم شدند. امیدواریم که هرچه زودتر ریشه جمهوری اسلامی کنده بشه. خیلی متشکرم از اینکه به گزارش من
گوش دادین و اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. بسیار ممنون و سپاسگزارم برای مطالب مفیدی که جمع‌آوری کردید جناب آقای ذوالفقاری. دوستان اگر نکته نظری هست که دوست دارن با ما به اشتراک بگذارن خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. بله دست آقای فرخی بالاست. بفرمایید آقای فرخی. بله منم سلام میکنم خدمت همه دوستان و همکاران عزیز و همچنین جناب از سخنرانی جناب آقای ذوالفقاری عزیز. بله همونجور که در جریان هستی یه دو مورد دیگه هم هست که آقای میلاد 25 سالم زیر شکنجه چند مدت پیش بود، دقیقا توی زندان کشته شد. همونطور که در جریانید باز آقای مهدی سالهی که بر اثر سوزن اشتباه کشته شد، در بعد از کشته شدنش اومدن خانواده ایشون هم بازداشت کردن. یعنی یکی از چیزی که جدیداً مد شده برای جمهوری اسلامی اینه که میان خانواده کسی که کشته میشه توی زندان زیر شکنجه یا به هر دلیلی کشته میشه میان بازداشت میکنن. این خودش باز نقض حقوق بشره و خیلی بد از لحاظ اخلاقی و از لحاظ رفتاری. و همچنین کسانی هم که بازداشت میکنن هیچ گونه دسترسی، اکثرا دسترسی به یه وکیل و یا اینکه یه دادگاه مردم و عمومی هم بهشون نمیدن. اینا هم باز نقض حقوق بشره. و یا اینکه آزادی و مورد بعدی اینکه آزادی بیان توی ایران اصلا نیست که کسی بتونه حرفاشو بزنه، که چند روز پیش توی رسانه‌ها دیدیم یه معلم داشت توی اعتراضات داشت صحبت میکرد، از پشت یه مأمور حالا اطلاعات بود قشنگ راحت بغلش کرد، سریع هم برش داشت بردش. و یه مورد دیگه هم که هست درباره حفظ و امنیت جان مردم هم، اینم جزی از حقوق بشره که متاسفانه توی قضیه ایام دقیقا عید حدودا 13-14 توی 2700 نفر توی ایران بر اثر تصادف کشته شدن که میان همدیگر مقصر میکنن، چیزی که باید از ریشه پیگیری بشه نمیشه. چرا؟ چون خودشون دست دارن توی این قضایا، اصلا جون مردم براشون مهم نیست توی این قضیه خودرو یا پراید یا ایران خودرو، حالا هر چیزی که دارن تولید میکنن و بلای جون مردمه. و این خودش هم باز نقض حقوق بشره، خیلی نقض فاحشیه که الان ما میبینیم. یعنی واقعا شده یه بلای جون مردم و خودش شده یه سونامی، یه جور بگم اینجوری شده. ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید، گفتم نظر خودم رو توی این چند موردم اعلام کنم. خیلی ممنون از شما برای نظراتی که دادید. بله متاسفانه عدم ایمنی و سلامت کیفیت خودروهای ایران در سر خیلی بزرگیه که سالهای سال ما با اون مشکل داریم و همیشه با به گردن انداختن همدیگه از زیر مسائل مسئولی متاسفانه شوره خالی میکنم. بدون معطلی میریم به سراغ بخش بعدی جلسه امروزمون، سرکار خانم سپیده عشقی که به بررسی کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختن. سرکار خانم عشقی اعلام آمادگی بفرمایید. با درود و احترام، صدای من تو جلسه هست؟ بله بفرمایید. بله، سخنرانی امروز من در مورد کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در ابتدا یه تعریفی از مفهوم قانونی این کنوانسیون میکنم. کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش در سال 1960 در پاریس به تصویب رسید و در سال 1962 اجرایی شد. این کنوانسیون در سال 1346 در مجلس شورای ملی و سنای رژیم پهلوی با امضای رئیس وقت مجلس سنا آقای مهندس شریف امامی به تصویب رسید و در حال حاضر 106 کشور عضو آن هستند. کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده است. در مقدمه کنوانسیون آمده که با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر که اصل عدم تبعیض را تایید می‌کند
و حق مسلم یکایک افراد بشر را به برخورداری از امر آموزش پرورش اعلام می‌دارد. نظر به اینکه تبعیض در آموزش تجاوز به حقوقی است که در اعلامیه مذکور ذکر شده. نظر به اینکه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد طبق اساسنامه خود وظیفه داره همکاری بین ملل مختلف به وجود بیاره تا حقوق بشر در تمام کشورها نسبت به همه افراد رعایت بشه و همه افراد از آموزش پرورش به نحو مساوی برخوردار شوند. با توجه به اینکه یونسکو با رعایت تنوع نظام آموزشی در کشورهای مختلف نه تنها وظیفه داره هر گونه تبعیض رو در امر آموزش محکوم کنه، بلکه باید بکوشه در هر فردی در مورد فرصت و امکاناتی که به او داده میشه و رفتاری که با اون به عمل میاد از تساوی برخوردار گرده. در جهت تعهد به اتخاذ و اجرای سیاست ملی با هدف ایجاد فرصت و امکان تساوی در امر آموزش، دولت‌های عضو مکلف شدن آموزش ابتدایی را اجباری و مجانی کنند. آموزش متوسطه را به صور مختلف آن تضمین بدن و در دسترس همگان قرار بدن. آموزش عالیه را با برخورداری از مساوات کامل و با توجه به استعداد افراد در دسترس همه قرار بدن. این کنوانسیون ضمن بیان تعهدات مختلفی برای دولت‌ها در زمینه چگونگی آموزش و وضع اقلیت‌ها در مدارس غیر دولتی از جمله در بند الف مقرر می‌کنه آموزش باید شکوفایی کامل شخصیت انسانی و تحکم احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را هدف خودش قرار بده و تفاهم و اغماض و دوستی بین کلیه ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا مذهبی و همچنین بست فعالیت‌های ملل متحد برای برقراری صلح رو آسان کنه. همچنین مقرر شده است که هیچ فرد و هیچ گروهی رو نباید مجبور کرد تعلیمات دینی مقایر با معتقدات خودشون رو بیاموزن. شایان ذکر است که مبنای این کنوانسیون مواد 2 و 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، عدم تبعیض و حق تحصیل رایگان برای همه هست. حالا سوال پیش میاد، در حالی که این موارد در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، چرا دوباره در کنوانسیون جداگانه به تصویب رسیده؟ سه دلیل عمده وجود داره. اول به خاطر اهمیت این موضوع هست که قصد داشتن مورد تاکید واقع بشه. هدف دومشون هم بیان دقیق‌تر، مفصل‌تر و شفاف‌تر مباحث طی 19 ماده هست. و سومی هدفش که با اهمیت ترین اونها در زمان خودش بوده ماده 8 این کنوانسیون است که در آن مکانیزم حل اختلافی طراحی شده که اجازه مراجعه به طرف شاکی به دیوان بین المللی دادگستری رو میده. در اون زمان که دیوان بین المللی دادگستری حدوداً 22 سال فعالیت میکرد، این تصور وجود داشت که این دیوان توانایی مجازات و صدور حکم مناسب در زمان مناسب رو دارد. متاسفانه در حال حاضر که حدوداً 54 سال از عمر تصویب این کنوانسیون در ایران میگذره، دیوان بین المللی دادگستری در عمل نشان داده که توانایی مجازات کشورهای نظیر ایران که پرونده‌های سیاهی در زمینه حقوق بشر و تبعیض در آموزش پرورش خود داره و نداره. انتظار اجرای چنین کنوانسیون هایی توسط جامعه بین المللی تقریبا دور از ذهنه. هرچند که همین فشارهای کوچک بین المللی در مواردی راهگشا بودن. در کل واژه تبعیض در این کنوانسیون شامل هر گونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم گذاری، ایجاد محدودیت یا رجحان قائل شدن بر اساس نژاد، رنگ، پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، شرایط اقتصادی ناشی از تولد است که هدف یا تأثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابری رفتار در زمینه آموزش پرورش است.
به علاوه در جای دیگر این کنوانسیون تاکید شده که کشورها به افراد خارجی باید همون فرصتها و امکاناتی رو بدن که اتباعشان برای دسترسی به تعلیمات دارن. موردی که به کرات توسط جمهوری اسلامی در ایران در ارتباط با اتباع افغان نقض شده. در ماده دیگری نیز تاکید می شود که کشورها موظفند که مؤسسات آموزشی جداگانه برای ادیان و زبانهای گوناگون ایجاد کنند. مشروط بر این که شرکت در این مؤسسات اختیاری و به صلاح دید والدین یا قیم فرزندان باشد. و همچنین در جای دیگر این کنوانسیون کشور مقید شده که کشورها ملزم شده اند تأمین آموزش دینی و اخلاقی اتباع مطابق با اعتقادات خود آنها باشند. علاوه بر آن هیچ فرد و هیچ گروهی را نباید مجبور کرد که تعلیمات دینی مغایر با اعتقادات خود را بیاموزند. قبل از مقایسه این کنوانسیون با قانون جمهوری اسلامی ایران، ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که عدم تفسیر مواد به نفع دولت‌ها. هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد یا در آن را فعالیتی کند. این ماده به رژیم ایران اجازه نمیده با تکیه بر ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر که همون حق دموکراسی هست این گونه تعریف کنه که چون با دموکراسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، پس چون خود مردم خواستن شرایط نقض سایر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون مهیا است. به عبارت دیگر این گزاره که مردم چون خودشان جمهوری اسلامی را با قانون اساسی انتخاب کردن، پس باید مطیع باشن. حتی در شرایطی که حقوقشان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض گردد، یک گزاره کاملا غیر قانونی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین جاری در کشور باید بدون هیچ بهانه‌ای زیر مجموعه‌ای از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی هم مثل همین کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش پرورش باشه. اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشن از حقوق مساوی برخوردارن. رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز اونها نیستش. همونطور که ملاحظه میشه در اینجا به قوم و نژاد افراد اشاره شده و صحبتی در رابطه با دین و اعتقاد افراد مطرح نشده. در قوانین یک کلمه میتونه کل قانون رو تغییر بده. همینجا ناقص بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث تبعیض در ارتباط با ادیان و اعتقادات مشهوده. البته در ارتباط با بحث عدم تبعیض در آموزش پرورش مواد زیر نیز موجود هستن. اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 1 تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش پرورش و امکانات لازم را برای تشکیل خانواده برای همه. و اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی بند 3 میگه آموزش پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ملاحظه میشه که دو بار در قانون کلمه برای همه تاکید شده که قاعدتاً باید شامل تمامی افراد با هر دین و نژاد و حتی ملیتی بشه. این قوانین دلگرم کننده هستن، ولی متاسفانه قوانین زیر هستن که میگه مثل قانون 12 قانون جمهوری اسلامی که میگه دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الالعبد غیر قابل تغییره. و اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که ایرانیان زرتشتی، کلمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خودشون عمل می‌کنند. مشخصاً اینجا یک تناقض وجود داره.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جایی گفته که همه مساوی هستند و در جای دیگر میگه که بعضی ها مساوی ترند. در این میان پیروان ادیانی مانند بهائیان کاملا نادیده گرفته میشن و به کل حذف شدن. جدایی از این مسئله اقلیت یک لغت تبعیض آمیز و منظور منزوی سازی هستش. حتی یک نفر با یک عقیده متفاوت یک انسانه و حق زندگی داره و هیچ تبعیضی نباید بین اون و دیگران باشه. همچنین گزاره تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند و به وضوح خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش پرورش هست. همونطور که اشاره شد دولت ایران در اسفند ماه سال 1346 با تصویب مجلس شورا و سنا بدون قید و شرط چنانچه مقتضای ماده 9 کنوانسیون است به اون ملحق شده و ملزم به اجرای مفاد اون هستش، مگر اینکه طبق ماده 16 کنوانسیون اونو فسخ کنه و از اون خارج شه که چنین امری هم صورت نگرفته. ممنون که به سخنرانی من گوش دادین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مرسی از شما سرکار خانم عشقی محترم، مطالب بسیار خوبی رو عنوان کردید. البته ما هم به عنوان فعال حقوق بشر از کلمات اقلیت و اکثریت سعی می‌کنیم استفاده نکنیم، شاید اینجوری اون حالت تبعیض رو بیشتر بگیریم از اون گروهی که حالا تعداد کمی هستن. عرضم به حضورتون، اگر دوستان در رابطه با این موضوعی که سرکار خانم عشقی صحبت کردن نظری دارن، ما خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. بله آقای فرخی. دوستان مایک رو برای آقای فرخی باز میکنیم. بفهمید آقای فرخی. بله ممنونم، سلام مجدد میکنم و تشکر از خانم عشقی بابت سخنرانیشون. یه بحث هست درباره کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش پرورش که متاسفانه ما فضای آموزش پرورشمون داره سیاسی میشه. همونطور که در جریان هستید الان هیچ اهمیتی به قسمت آموزش به معلمان توی ایران داده نمیشه و همونطور که در جریان هستی توی قانون اساسی، شاید بگم بیشتر، حدوداً 35 تا از بیشتر از 35 تا قانون ها به نفع مردم ایران نوشته شده در قانون اساسی، ولی متاسفانه میشه گفت که به خاطر همون گرهی که آخرش مشروط گذاشتن به شرط حالا بالاخره که به نظام ضربه نخوره، به اسلام ضربه نخوره، اون متاسفانه همه چی رو برعکس کرده. و اینکه همونطور که در ماده‌های حقوق بشر هم دیده باشیم، ما خیلی جاها گفته که تبعیض نباشه. متاسفانه الان این فضای آموزشی ما داره تبعیض، کلن داره تبعیض قائل میشه. چرا؟ چون ما میبینیم که یه معلم اعتراض میکنه به خاطر معیشت، به خاطر وضعیت حالا حقوق معوقه یا بالاخره یه سری امتیازاتی که باید بهش تعلق بگیره بهش ندادن و اینو راحت طرد میکنن و اینو از حالا اون قسمت آموزش حذفش میکنن و به جاش یه روحانی یا یه آخوند رو میذارن. نسل آینده که میخواد وارد جامعه بشه و بسن و اینکه همونطور که در جریان هستید، خانم زهرا محمدی مدرس کرد بود که ایشون اومدن چیز کردن، اومدن آموزش کردی رو گذاشتن، مدرس کردی بودن و زبان کردی داشتن تدریس میکردن، ایشون بازداشت شدن و هیچ گونه آزادی برای تدریس توی قسمت آموزش ما اصلا توی ایران نداریم و کل آموزش ها توی ایران برخلاف مواد حقوق بشر داره پیش میره. ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. مرسی از شما. بله متاسفانه
هنوز دولت جمهوری اسلامی به اینکه آموزش و پرورش چه نقش مهمی در نسل آینده و جامعه‌ای که در آینده این افراد میخوان واردش بشن و جامعه رو بسازن هنوز درک نکرده. امیدوارم روزی برسه که واقعا مسئله آموزش و پرورش ما اهمیت بیشتری پیدا کنه و بهش توجه بیشتری بشه. ممنون از شما. اگر دوستان نظری ندارن ما بدون معطلی به سراغ اولین سخنرانمون بریم، سرکار خانم زهرا یزدی هاشمی با موضوع زنان فعال حقوق بشر. خانم هاشمی اعلام آمادگی بفرمایید تا مایک در اختیار شما قرار بگیره. درود به همه دوستان. صدای من هستش؟ بله صداتون هست، بفهمید. بله، همونطور که فرمودین موضوع سخنرانی زنان مدافع حقوق بشر در ایران هستش. شکی نیست که زنان شجاع ایرانی همواره بر تاریخ کشور تاثیرگذار بودند و در بزنگاه سیاسی پا به پای مردان جنگیدند. اما در دو دهه اخیر نسلی از بانوان مبارز ظهور کردند که دیگر نه پا به پای مردان بلکه به تنهایی و گاهن حتی برای احیای حقوق مردان می جنگند. یکی از این بانوان سپیده قلیان نام دارد. او فارغ التحصیل رشته دامپزشکی و دانشجوی رشته حقوق بود که دست از رویاها و اهداف خود شست و برای گرفتن حقوق کارگران هفت‌تپه پا به پای آنان برای رژیم ایران با رژیم ایران جنگی. حالا احتمالاً همه کارگران هفت‌تپه شغلی برای خود پیدا کردند و دوباره زندگی آنها خوب یا بد به شکل پایدار و روتین در آمده است. اما سپیده قلیان باید 19 سال و 6 ماه در زندان بماند. من فکر می‌کنم اگر سپیده قلیان به عقب برنگشت دوباره از کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کرد. وقتی به زندگی نامه فعالین و کنشگران نگاه می‌کنیم به روشنی می‌بینیم که آنها بارها فرصت عقب نشینی داشتند، بارها آزاد شدند، بارها فرصت خروج از کشور را داشتند، اما حاضر نیستند که چشم بر روی ظلم و ستم ببندند و مردم بیگناه را به حال خود رها کنند. سپیده قلیان وقتی به قید وثیقه از زندان آزاد شد در رشته توییت‌هایی اعلام کرد که به شدت در مدت بازداشت شکنجه شده و تحت شکنجه تن به اعتراف دروغین در مقابل دوربین داده است. او گفت که بازجوها به او هشدار دادند که اگر پس از آزادی ساکت ننشیند آنها فیلم اعترافات او را در تلویزیون پخش می کنند. تقریبا یک ماه پس از این رشته توییت ها بود که اعترافات او از تلویزیون پخش شد. از دیگر بانوانی که برای حقوق کارگران راهی زندان شدند می توان به ندا ناجی و مرضیه امیری اشاره کرد. مرضیه امیری روزنامه نگار و فعال کارگری و فعال حقوق زنان در جریان پیگیری وضعیت بازداشت شدگان تجمعات روز کارگر در سال 98 بازداشت شد و به 10 سال و 6 ماه حکم تعزیری محکوم شد. او کسی بود که گزارش مفصلی از تخلفات مالی سامن الحجج در روزنامه شرق نوشت. مرضیه امیری در این گزارش به ردبای برخی از سلبریتی ها اشاره کرده که میلیاردها تومان به عنوان تبلیغات برای آنها هزینه شده است. از آنجایی که روزنامه شرق جرأت اعلام نام آنها را نداشته بود، مرضیه امیری در توییتر نام آن دو هنرمند را عنوان کرد: مهران مدیری و احسان علی خانی. نکته جالبی که در مبارزات بانوان ایرانی به چشم می‌خورد حمایت آنها از یکدیگر است. وقتی ویدا موحد روی سکوی خیابان انقلاب ایستاد ناگهان ناپدید شد. تمام نهادهای امنیتی رژیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند تا اینکه دختران ایران زمین در اعتراض به ناپدید شدن او یکی پس از دیگری روی سکوی خیابان انقلاب ایستادند و رژیم پس از یک ماه سکوت به ناچار اعتراف کرد که او در بازداشت آنهاست. هزینه این پاسخگویی بازداشت بسیاری از دختران بود که روی سکوی خیابان انقلاب ایستاده بودند و رژیم در حال پرونده سازی برای آنها بود. نسرین ستوده با وجود هشدارها و تهدیدات وکالت
تهدیدات وکالت آنها را به عهده گرفت و توانست چند تن از آنها را آزاد کند و آنقدر جنگید که خودش را با پرونده سازی به 38 سال زندان محکوم کردند. از نامه های نسرین ستوده به فرزندانش می توان فهمید که او از کار خود خوشنود است و به خود می بالد. او قدرت و شجاعت و انسانیت را به فرزندانش آموخت. در سال 99 وقتی دختر 19 سالش مهراوه خندان برای ملاقات با مادرش به زندان رفت، ماموران زندان سعی داشتند تا با بهانه گیری در مورد پوشش او را تحقیر کنند و مانع ملاقات او شوند که مهراوه ساکت ننشست و با مامور دچار درگیری لفظی شد که منجر به باز شدن پرونده‌ای برای او شد. به گزارش پدر مهراوه قبل از جلسه دادگاه مامور زندان و نماینده قضایی زندان پیشنهاد سازش و انصراف از پیگیری پرونده را دادند، اما مهراوه نپذیرفت. کاملا مشهود است که نسرین در نبود خود دختری شجاع و مبارز برای جامعه به یادگار گذاشته است. توهین به زندانیان مسئله کم اهمیتی نیست. در سال 91 ژیلا بنی یعقوب، نازنین دهیمی، مهسا امیرآبادی، بهاره هدایت، نسیم سلطان‌بگی و تعدادی دیگر از زندانیان در اعتراض به توهین‌های زندانبانان دست به اعتصاب قضا زدند که مورد توجه افکار عمومی در ایران و جهان قرار گرفت. این اعتصاب قضا نهایتاً با تعهد مسئولان حفاظت و بازرسی زندان اوین مبنی بر تکرار نشدن این گونه مسائل پایان یافت. نسرین ستوده هم در سال 99 در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حقوق آزادی مشروط زندانیان دست به اعتصاب قضا زد. نسرین ستوده همیشه وکالت افرادی را بر عهده گرفته که خط قرمز نظام بودند و هزینه زیادی برایش داشتند. یکی از این افراد شیرین عبادی بوده است، شخصی که خود در گذشته همیشه وکالت افراد درمانده و پرونده های جنجالی و پرخطر را به عهده گرفته. از آنجایی که ایشان ساکن لندن هستن، من نمیخواهم درباره او صحبت کنم. با نگاهی کوتاه به بیوگرافی او در صفحه ویکی‌پدیا می توان فهمید که چه خدمات و از خودگذشتگی هایی برای مردم کردن و البته قوانینی مثل حق حضانت کودک زیر 7 سال را مادران مدیون او هستند. او رئیس کانون مدافع حقوق بشر ایران است و نرگس محمدی نایب رئیس این کانون. فقط می خواهم به زنجیره‌ای که تمام این زنان را به یکدیگر متصل کرده اشاره کنم. به راحتی می توان فهمید که این زنجیره در پی فداکاری و حمایت آنان از یکدیگر به هم تنیده شده و گسستنی نیست. همه آنها به خاطر حمایت و حس مسئولیت پذیریشان سرنوشتشان به هم گره خورده است. نرگس محمدی در رشته فیزیک تحصیل کرده و در سال 91 به علت سمتی که در کانون حمایت از حقوق بشر داشته به 6 سال حبس محکوم شد. اما به دلیل بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی پس از 1 ماه از زندان آزاد شد. او پس از آزادی دوباره به فعالیت بشردوستانه خود ادامه داد. در کنار مادر ستار بهشتی می ایستاد و پا و یا به اعدام زندانیان سنی مذهب، کودک مجرمان و افراد بیگناه اعتراض می کرد. تا اینکه در سال 95 به 16 سال زندان محکوم شد. نرگس محمدی در تاریخ 17 مهر 99 از زندان آزاد شد، اما در خرداد 1400 به اتهام تبلیغ علیه نظام تمرد از ریاست زندان به 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و جزای نقدی محکوم شد. او درباره اتهام تمرد از ریاست زندان توضیح داد که ریاست زندان از او خواسته بود که سیگارش را روشن کند. از احکام سنگینی که حکومت برای بانوان فعال حقوق بشر در نظر گرفته است، می توان به اهمیت فعالیت آنان و وحشت رژیم از آنها پی برد. به عنوان مثال، سبا کردفشار و یاسمین آریانی در سال 98 به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به ترتیب 24 سال و 5 سال حبس محکوم شدند. چند پیش خبر ضرب و شتم هر دو زندانی توسط زندانیان جرایم عمومی توجه افکار عمومی را برانگیخت. بر اساس گزارش شاهدین، ماموران زندان هیچ تلاشی برای جلوگیری از ضرب و شتم آنها نکردند و اینطور به نظر می آمد که در واقع آنها با دستور مقامات زندان آنها را
مورد ضرب و شتم قرار دادن. سناریوی تکراری که بارها برای زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در زندان‌ها رخ داده. نکته جالب توجه در مورد آنها این است که مادران آنها به جای سکوت یا اظهار ندامت پا در مسیر آنها گذاشته و زندان و به زندان محکوم شدند. این نوع حمایت مادران از فرزندانشان کمتر در گذشته دیده می شد و به نوعی مخصوص این دو دهه اخیر. حتی مادر ستار بهشتی که اکنون در آستانه 76 سالگیه نیز سالهاست که دیگر از قالب یک زن خانه‌دار بیرون آمده و در محافل سیاسی قدم می گذارد و چنان باعث وحشت رژیم شده که او را به قصد کشت خیابان مورد ضرب و شتم قرار می دهند. حالا دیگر مادران داغدار سرزمینمان گوشه نشین نمی شوند. آنها یکدیگر را پیدا می کنند و از هم پشتیبانی می کنند تا در مقابل این رژیم جنایتکار بایستند و مسیر مبارزه فرزندانشان را زنده نگه دارند. آخرین بار ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری بود که دست فرزندش را گرفت و با او در اعتراضات آبان شرکت کرد. او پس از به قتل رسیدن فرزندش اظهار پشیمانی نکرد و همراه با همسرش و دیگر اعضای خانواده به صف مخالفان سرسخت رژیم پیوست. ممنون از شما. به امید آزادی وطنمون، مایکو رها میکنم. ممنونم از شما سرکار خانم یزدی هاشمی. خانم یزدی هاشمی، توقع داشتیم سخنرانیتون یه مقداری بیشتر از این باشه، چون توقع ما از سخنرانی یه تایم طولانی تری هستش، ولی بازم متشکرم به خاطر مطالب مفیدی که جمع‌آوری کرده بودید. در رابطه با سخنرانی شما دوستان یه سری مطالب رو هم من اضافه کنم. یکی از دلایلی که زنان در عرصه حقوق بشر فعالیت بسزایی داشتن شاید این بودش که آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین نادیده گرفته می شده. مکررن حق زنان در تاریخ خورده می شد و در جامعه دیده نمی شدش. ممکنه این حقوق توسط آقایون یا رسوم سنتی یا اخلاقی که در یک جامعه به رسمیت شناخته شده بود شناخته می شد یا نمی شد. دلیل گروه بندی خاص این حقوق تحت عنوان حقوق زنان و جدا کردنش از حقوق عامه‌تری مثل حقوق بشر به خاطر این بود که این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته میشه، اما مدافعین حقوق زنان نشان دادن که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان مشمول این حقوق خارج شدن. همین مسئله باعث شدش تا زنان و دختران با مبارزات مسالمت‌آمیز برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان را برای برابری حقوق با مردان به صفحه نمایش بذارن. ابتکار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامتشون در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه جهانی را از فعالان ایرانی حقوق زنان برانگیخت. همین شده که الان یک مثل خانم سفید قلیان انقدر قوی شده که جدا از اینکه البته نه تنها خانم قلیان بلکه کسانی دیگه و افراد دیگه مثل خانم قلیان باعث شده که انقدر قوی بشن که جدا از طلب حق زنان مدافع حقوق مردان هم باشن. اگر دوستان نظری دارن من خوشحال میشم شنونده اون باشم. آقای فرخی بله، ممنونم از شما خانم حری و همچنین خانم یزدی هاشمی بابت سخنرانیشون. بله، همونجور که در جریان هستید دو دهه اخیر طرف مقابل جمهوری اسلامی زنان هستن. مثلا دو دهه اخیر واقعا نقش مهمی توی جامعه ما داشتن زنان توی ایران. به خاطر همینه که دولت ایران میدونه که واقعا نقش زنان رو توی جامعه ایران فهمیده و میدونه اینا نقش بزرگی حتی توی تغییر رژیم حاضر دارن و به خاطر اعتراضاتشون فشار روی زنان بیشتر کردن، اومدن یا بالاخره یا حجاب اجباری یا شرایط روحی روانی زنان. مثلا توی ایران میبینیم که
حضورشون توی ورزشگاه خیلی جاها محدود شدن و اینکه شرایط ضد زن رو براشون بیشتر در نظر میگیرن، یعنی برای خاموش کردنشون یه شرایط در نظر میگیرن که بتونن اذیتشون کنن. و یه مورد اینا رو گفتن، یه مورد هم من گفتم به صحبت‌های خانم یزدی هاشمی اضافه کنم، اینکه مهسا کمالی، ما یک از عضو تیم ملی فوتسال که به خاطر که یه شعار فقط ضد جنگ داده بود، یعنی اینکه اومده بود بعد از اینکه چیز اومده بود فقط گفته بود که جنگ نباشه، یعنی مخالفت خودشو با جنگ روسیه و اوکراین اومده بود اعلام کرده بود، از تیم ملی حذف شد. این واقعا یه چیز تأسف بار و واقعا خیلی سخته که حالا کل جهان دارن این جنگ رو محکوم میکنن، ولی خب یه زن توی ایران، حالا خیلی از ماها توی ایران یا زنها توی ایران دارن این جنگ رو محکوم میکنن، ولی خب خود خانم مهسا کمالی عضو تیم ملی فوتسال اومد این فقط با یه کلمه جنگ نه، اومدن اینو از تیم فوتسال متاسفانه برکنارش کردن. ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای فراخی گرامی. اگر دوستان دیگه نظری دارن ما خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. خب بدون معطلی میریم سراغ سخنران بعدی، سرکار خانم فریده کرمی شیرازی با موضوع مادران آفرینندگان دنیای واحد. سرکار خانم کرمی شیرازی اعلام آمادگی بفرمایید. سلام، صدای منو دارین؟ بله بفرمایید. ممنون که مایکو در اختیارم گذاشتین. با عرض سلام، موضوع سخنرانی من در مورد مادران آفرینندگان دنیای واحد هست. تبلور و زایش دنیای واحد و جدید مثل به دنیا آوردن فرزند با درد و رنج همراه است. ما مادران سرزمین کهن ایران با آمادگی کامل در دست همفکران خود در جای جای این کره خاکی، علی رغم اشتباهاتی که در طول تاریخ در تربیت فرزندانمان داشتیم، می‌خواهیم از نو سرزمین واحد و آرمانی اجدادیمان را بسازیم. ما فرزندان کوروش، طلایه‌داران اولین منشور حقوق بشر دنیا، بزرگترین سمبل انسانیت و برابری، هدفمند و پرقدرت، برخلاف گذشته بدون هیچ ترس و هراسی می‌خواهیم بشریت ایدئال را پایه‌گذاری کنیم. الفبای ما قوانین و اعلامیه حقوق بشر، خط مشی ما سند 23 یونسکو و دامنه و برد اهداف ما فرارگیری جهانی واحد و بدون مرز را دارد. اتحاد ما قدرت ماست، همفکری و عقیده ما آیین ما و زایش دنیای واحد انگیزه ماست. دنیایی که در آن مرزها در هم شکستند و همه جای کره خاکی سرای همه ما است. سرزمین آفتابگیر ایران، اتحادیه بدون مرز و پرباران اروپا، آفریقای گرم و استوایی، چین و ماچین، آمریکا و کانادا، استرالیا، همه و همه سرای همه مستحق بشریت و بشریت مستحق انسانیت و بخشش و لذت از طبیعت و برابری هستند. با صبر و استقامت مادرانه ای که 9 ماه فرزند خود را به بار می نشیند، صبوری پیشه می کنیم و آرام آرام به مورد نقض حقوق بشر مبارزه می کنیم. فساد جوامع و سرزمین‌های اجدادی خود را در هر کدام به نوعی پاک می‌کنیم و مطهر و آراسته به فرزندانمان تحویل می‌دهیم. فسادی که مثل موریانه تمام زیرساخت‌های سیستم‌های اداری، دولتی، قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی را در بر گرفته. این سیستم ناکارآمد و خراب بدون نیروی متخصص با ایجاد خطقان در جامعه، فساد را مثل سرطان به همه جا پخش کرده است و سیستمی که از ریشه خراب باشد نه تنها به مرور زمان درست نمی شود، بلکه به نابودی بیشتر نزدیک می شود. در دولتی که به خاطر نداشتن حجاب اجباری باید جریمه مالی شود، به خاطر نوع رفتارشان شأن و کرامت انسانیت را زیر سوال بروند و شخصیتت را تخریب کنند و تخریب شود، چگونه می توان زندگی کرد؟ تو را به ناقض قوانین حاکم بر جامعه می دانند، قوانینی که منطبق بر قوانین و اعلامیه حقوق بشر و آزادی های فردی نیست. به شخصی ترین مسائل تو کار دارند و حقوق زنان را به شدت پایمال می کنند. زن را بیشتر به عنوان وسیله برای تمکین شوهرش در قبال نفقه می دانند.
با تفسیر به نفع خودشان و سوء استفاده از نام اسلام و دستاویزی دین و آموزه‌های دینی و اجتماعی مندرآوردی غلطی که به خورد دختران سرزمین ما می‌دهند، آنها را همانند ماشینی خدمتکار به خانه و شوهر بار می‌آورند. این به خاطر نوع تربیت و نگرش قوانین حاکم بر جامعه، زن ستیزی و سرکوبی زنان و محدودیت‌های موجود است. چگونه می‌توان در این خفقان و نظام احساس امنیت کرد؟ زنان سرزمین من فراموش شده‌اند. آنها خودشان را نیز فراموش کرده‌اند. اما اینک وقت بیداری است. زنان، مادران و دختران هم‌اندازی مردان حق زندگی دارند، حق رشد، حق پیشرفت، حق تفریح، حق شکفتن، حق پویایی، حق برابری. صراحت و وقاحت گفتارشان در آفرینش زن، همسرانی از جنس مردان برای به آرامش رساندنشان در کنارشان است و از زن با عنوان آرامش دهنده مرد نام میبرند. اما تا کنون دیدید زنی، مردی زنی را زایش کند؟ اگر از جنس شما هستیم، پس چرا از ما زاده شده اید؟ ما شما را از جنس اگر از جنس شما هستیم، پس چرا از ما زاده شده اید؟ ما شما را از جنس خودمان زایش کرده ایم. مرد از جنس زن و تکه ای از وجود زن است. بخشی از وجود زن جدا می شود. نام مرد را به یدک می کشد. در دامان مادرش بزرگ می شود و مردانگیش را با زن خطاب کردن مادرش کنایه به این که زن از مرد کمتر است به سخره می کشد. اختیارات بیشتر را از آن مرد می دانند. ارث بیشتری را برای مرد می خواهند. دیگه زن را کمتر می بینند چون او را کمتر می دانند. تعالیم و تفاصیل دینیشان را به نفع خودشان تمام می کنند تا به زن تعرض کنند. خطبه های عقد نکاحشان را بر اساس مبلغ تعیین شده برای زن می خوانند، روی او قیمت می گذارند و با عقد و بیعی معامله مانند به نام خودشان در می آورند. این احساسات و عشق و محبت یک زن را می توان قیمت گذاشت و خرید؟ آیا می توان؟ در اوج ناسپاسی بدون هیچ خضوع و فروتنی این همه تفاوت و تبعیض جنسیتی را به اسم اسلام و مذهب برای من مادر، من زن متصور می شوند. چرا زیبایی ها و موه من باید پوشانده شود ولی مرد نباید موهش را بپوشاند؟ چرا من ملزم و مجبور به حجاب اجباری هستم ولی مرد نیست؟ مگر زیبایی و جذابیت فقط از آن زنان است؟ مگر مرد جذابیت ندارد؟ مگر خداوندگار دنیا همان گونه که مرد را آفرید زن را نیافرید؟ دلیل این تبعیض آیا ضعیف‌تر بودن من مادر است؟ دلنازک‌تر بودن است؟ مهربان‌تر بودن است؟ مظلوم‌تر بودن است؟ چرا من ملزم به پوششم ولی اون نیست و هزار چرای دیگر؟ این احساس سرشکستگی و حقارت و شرمساری که به خاطر جنسیت دختران ما در وجودشان نهادینه شده است واقعا بی‌انصافی است. مگر زنان ما نقشی در انتخاب جنسیتشان داشتند؟ انتخاب طبیعی بوده. برچسب زنی جنسیتی که درست کردن فقط به این خاطر است که جنس زن را سرخورده‌تر، مطیع‌تر، منزوی‌تر و خاموش کنند و از شکوفا شدن آن جلوگیری کنند تا بتوانند او را به بردگی بگیرند. بلایی به سر زنان سرزمین من آورده اند که حجاب را تاج بندگیشان می دانند. این تاج بردگی است نه بندگی. با یک سری خزعبلات و توجیهات و خرافاتی مثل حجاب، غیرت، ناموس فقط می خواهند ذهن زنان ما را درگیر بدن و ظاهرشان کنند تا از پرداختن به روح و روان و جنبه‌های مهم زندگی و درونیشان و شکوفاییشان در اجتماع دنیا دورشان کنند و میدان را برای خودشان باز بگذارند. بله، شکی در این نیست که زنها عاطفی هستند و حراسی از بروز احساساتشان ندارند. در بیشتر موارد عشق مادری سر تسلیم فرو می‌دارد در برابر خواسته‌های به ناحق اطرافیان برای بقای فرزندانشان. این است که با نهایت قساوت قلب بدترین‌ها را در قبالشان انجام می‌دهند. این نابرابری و عدم توازن در تربیت و رشد فرزندان مانع نهادینه شدن تواضع و فروتنی، محبت و فداکاری و خدمت در وجود مردان ما می شود و به جای آن حس برتری و خود بزرگ بینی و متفاوت بودن در وجود آنها نهادینه و ایجاد می شود. زن قلب خانواده است، پس وقتی در خانواده تکریم نشود، احترام نبیند، بزرگ نشود، آرامش در آن جامعه حکم فرما نمی شود و فساد زیر ساختهای همه سیستم ها رو بدین گونه که در بر می گیرد. چون بدین واسطه ما غرور کاذبی را در رگ و پی پسرانمان جاری کرده ایم که با حس برتری و خود بزرگبینیشان خود مختار و افسار گسیخته جولان می دهند و اعمال قدرت می کنند بدون در نظر گرفتن حاشیه های امن ارتباطی و مشورتی و برابری و اصل شایسته پروری. من دارای غنی‌ترین، کهن‌ترین فرهنگ دنیا هستم.
کشورم با منابع قوی و ثروت‌های اندوختهی بسیاری است. این وظیفه ما مادران، زنان و فرزندان ایران است که اذهان عمومی را آزاد کنیم، به مردم بفهمانیم چگونه دولت و مسئولین همان گونه که ثروت و منابع ملیشان را به تاراج گذاشتند، زیرساخت‌های تربیتی اشتباه فرزندانمان را با آموزه‌های اشتباه و تفسیر غلط به نفع خودشان و سوء استفاده از نام اسلام چگونه زمام امور را از دست ما خارج کردند و هرج و مرج به وجود آوردند و چه حقوقی از تک تک ما ضایع کردند. همکنون وقت بیداری است و حال راهکارهای اصلاح نظام تربیتی و چارچوبی خانوادگی باید از بالا شروع شود و در متن خانواده مهمترین رکن اجتماع اعمال گردد. برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان مهمترین کار در این راستا می باشد. پیشرفت در زمینه سیاست‌های ملی برابری جنسیتی و قانون‌گذاری علیه تبعیض بر اساس جنسیت قطعاً تفاوت‌های جهش‌گیری در عملکرد جامعه و اصلاح زیرساخت‌های موجود ایجاد خواهد کرد. نیمی از زنان کل جهان و 80% از مردان کل جهان در نیروی کار با دستمزد هستند. این رقم در طی 20 سال اخیر تغییری نکرده و همچنان شکاف بزرگ دستمزد جنسیتی چندان کاهش نیافته است و زنان هنوز به طور متوسط 23% کمتر از مردان درآمد دارند. یکی از این راهکارها حل معضل شکاف دستمزد جنسیتی است که البته تحقیقات نشان داده بیش از 70 سال طول می‌کشه تا بتونیم به دستمزدی برابر با مردان برای زنان دست یابیم. زنان در مدیریت عالی و در مناصب رهبری سیاسی شایستگی خود را به کرات نشان دادند، اما تنها 5% مشارکت آنها در این زمینه ها دیده می شود. در واقع از هر 12 دولت در سرتاسر جهان تنها 1 دولت را در اختیار دارند. برای رفع شکاف جنسیتی باید زودتر اقدام کنیم. این شکاف از دوران کودکی شروع می شود و در طول زندگی تشدید می شود، در محل کار، جامعه، مدرسه، دانشگاه و غیره. این برابری زنان در محل کار پیامدهای مثمر ثمر و به نفع همه دارد، مخصوصا از لحاظ اقتصادی، و ما باید به مردان نشان دهیم که چرا باید بخشی از گفتگو و بخشی از راه حل باشند. گنجاندن مردان در استراتژی‌های برابری جنسیتی برای تسریع تغییرات ضروری است. تلاش برای برابری جنسیتی مربوط به همه زنان و مردان است و به نفع افراد، خانواده‌ها، مشاغل، جوامع، اقتصاد و غیره و غیره می باشد. ترویج مشاغل مناسب برای زنان در حال حاضر و برای نسل بعدی امری ضروری است. آینده کار باید با آینده زنان در کار نیز سر و کار داشته باشد. به عنوان اهرمی برای کمتر شدن شکاف جنسیتی عمل کنند. در این میان آموزش یک ابزار ارزشمند برای رسیدن به این مهم می باشد. بدون ابزار لازم شما نمی توانید تنها با تلاش موفق شوید. این نشان دهنده اهمیت آموزش است. این آموزش در ابتدا از مادران و خانواده ها باید شروع شود. همانطور که در تحقیقات والدین موافق بودند، چیزهای کوچک می تواند در تربیت فرزندانمان تفاوت ایجاد کند. چیزهای خیلی کوچک می تواند در تربیت فرزندان تفاوت های بزرگ ایجاد کند. از ایجاد خاطرات خاص با هم در نوع رفتارمان با دختران و پسران، به مساوات مشابه تا الگوبرداری از رفتارهای مهربانانه، این لحظات می توانند تأثیر بزرگی در تربیت و نوع نگرش فرزندان دختر و پسر داشته باشد. خیلی از انتخابهای کوچک و روزمره در مورد نحوه زندگی و برخورد با فرزندانمان با هم جمع می شوند و ساختار تربیتی را شکل می دهند. پس بهتر است زمینه حل شکاف جنسیتی را مد نظر قرار داده و با آنچه انجام شدنی و درست به نظر می رسد شروع کنیم و بر روی آن خشت به خشت نوع تربیت خود را بسازیم. با نگاهی اجمالی در ساخت دنیای منصفانه تر در زندگی روزمره از کودکی تا نوجوانی از خود بپرسیم آیا تقسیم کار برای کار برابری در خانه خود ما وجود دارد؟ کار مراقبت از کودکان هنوز عمدتاً توسط زنان در بسیاری از نقاط جهان انجام می شود و به طبق گزارشی که سازمان ملل در سال 2015 منتشر کرد اشاره می کند که به طور متوسط زنان کشورهای در حال توسعه بیش از 3 ساعت بیشتر از مردان کار روزانه بدون دستمزد دارند. کارهای خانه و مراقبت از کودکان انجام میدهند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته زنان 2 ساعت بیشتر از مردان کار روزانه بدون دستمزد انجام میدهند.
از طرفی آمار بسیار بالاتری از کارهای خانه برای زنان متصور می شود که شانس ابتلای زنان به بیماری‌های روانی را افزایش می دهد. علاوه بر این بهره‌وری آنها در محل کار را کاهش می دهد و در نتیجه بر روی حقوق آنها تأثیر می گذارد و در نهایت به همان شکاف جنسیتی در گرفتن حقوق می رسیم. ممنون که مایکو در اختیارم گذاشتین. تشکر. بسیار ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم کرمی شیرازی برای سخنرانیتون. البته لازم این چیز خدمتتون عرض کنم، من با یه بخشی از سخنرانی شما موافق نبودم، به خاطر اینکه ما در اینجا دور هم جمع شدیم، ما فعال حقوق بشر هستیم، ما پیرو گروه خاصی نیستیم و شعار اینجا نمیدیم. مسئله اصلی برای ما رعایت حقوق بشر هستش که توی تمام دنیا بدون در نظر گرفتن جنسیت، نوع و نژاد به این مسئله میپردازیم، نه اینکه زن بالاتر از مرد باشه و یا برعکس. با اینکه من خودم جنس زن هستم اما این رو اصلا قبول ندارم. درسته ما یه سری تابوها توی جامعهمون وجود داره و یه سری کم لطفی ها در حق خانم ها میشه، ولی ما میتونیم بدون موضع خاصی به مبارزه علیه اونها بپردازیم. و من در رابطه با همین صحبت های شما و موضوع سخنرانیتون خودم دوست دارم یه سری مطالب رو هم اینجا عنوان کنم. زنان امروز ما از دیروز توانمندتر هستن، اما همچنان سعی میشه که به حاشیه رانده بشن. باید بپذیریم که تو دنیای امروز چرخ کار و زندگی از طریق عقل و دانش میچرخه. در عصر حاضر مغز انسان حرف اول و آخر رو میزنه و زور و بازو و قدرت بدنی دیگه مثل گذشته تو زندگی بشر اصل اساسی نیستش. در همین شرایط تفاوت نقش اجتماعی، عملکرد و کارآمدی زنان و مردان روز به روز داره کمرنگتر میشه. این حقیقت شاید به مزاق برخی آقایون خوشایند نباشه. عدم پذیرش اصل برابری میان زن و مرد از سوی مردان گاهی منطقی به نظر میاد، چرا که اگه این افراد قبول کنند زنان در به اندازه اونها کار و درآمد توانمند هستن، رقابت براشون شاید سخت بشه و امکان از دست دادن جایگاهشون دوچندان بشه. لذا همین افراد باعث میشه که با این مسئله مخالفت کنن و منفعت خودشون رو به منفعت کشور ارجح بدونن. مرسی از اینکه به صحبت‌های من گوش دادید. حالا دوستانی که دوست دارن نظرشون رو در این باره اعلام بفرمایم، خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. آقای فرخی، دوستان مایک رو برای آقای فرخی زحمت بکشید. بله. ممنون از شما خانم هری و همچنین تشکر از خانم کرمی شیرازی که لطف کردن بابت سخنرانیشون و موضوع سخنرانیشون که واقعا خیلی جالب بود. مادران واقعا آفریننده هستن، همونطور که حالا بحث سخنرانی بود، و نباید نقششون تو هیچ جامعه‌ای نادیده گرفته بشه، چون واقعا مادران هستن که کره خاکی رو تشکیل میدن، واقعا اینو میشه گفت. و فراموش هم نکنیم که هر کسی نخبه ها یا اون کسا رهبران مخترعایی که داریم اینا از کجا زاده شدن؟ خب اینا از مادران زاده شدن و اینا واقعا یه چیزیه که باید دیده بشه. باید مادران توی صدر یعنی اول قرار بگیرن، نباید حقشون اینقدر پایمال بشه و اینکه نیان بر حسب یه 1000 و 2000 سال پیش، 1300-1400 سال پیش بیان یه قانونو و یه تصمیمایی که اون زمان بوده که زنا رو تحقیر میکردن، حق حقوقشون رو در نظر نمیگرفتن، بیان اون قانونو الان پیاده کنن. اون زمان بود، یه زمانی بود که زمان جاهلیت بهش میگفتن. بله، دخترها رو زنده به گور میکردن، حق زنا اونجا هم به عنوان یه برده بود، همونجور که در جریان هستید. خیلی زمان، خیلی جاها بود که خیلی از اشخاصایی که حالا اسم نمیبرم بودن که شاید بگن ما توی جاها میخونیم و شنیدیم که بیش از 30 یا 40 تا همسر داشتن، یعنی 30-40 تا زن داشتن، و اینا از اون زمان برای ما اومده. و الان
این اتفاقاتی که داره بر علیه بر علیه زن میفته اینا همش از برگرفته از 1300-1400 سال پیشه و همینه که دستمزدشون، جایگاهشون، اختیاراتشون و دیده نشدنشون و همشون و دیهشون. شما اگه دیده باشه هر اتفاقی برای یه زن میفته توی جامعه ما دیهش نصف یه مرده. آخه این شما اگه باز اینو پیگیر کنی اینا میرسه به 1300-1400 سال پیش و همینچنین که به عنوان برده دیده شدن زنها توی جامعه ایران متاسفانه اینا نقش از قبل داره و مشکل بزرگتر که توی جامعه ایران داریم ما کودک همسریه. اینا این مادران مادرانی خیلی میشه بگی که اینا یعنی نمیتونن نقشی مادر رو داشته باشن، نمیتونن نقشی مادر رو خوب داشته باشن و اینا یه حالت مثل با شکنجه، با آزار روحی، با هر چیزی که ما فکرش کنیم دارن فقط یه یدک میکشن اسم مادر رو در آینده، مخصوصا این کودک همسری ها که خیلی بد و سخت و چیزی که اتفاقیه که الان هم دارن تشویق میکنن به اینکه هم فرزند آوری و سری دختران زیر سن و وارد عرصه زندگی میکنن و اونا رو اجبار میکنن به فرزند آوری و اینکه یا اینکه اصلا زندگی تشکیل بدن. ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. مرسی از شما. بله من با یه مقداری از صحبت‌های شما هم موافق هستم که نباید نقش زن و مادر بودن نادیده گرفته بشه. با کودک همسری کاملا مخالف هستم ولی باید تعادل بین زن و مرد باشه. چون من مادر هستم، چون من زن هستم، چون حقم توی جامعه یه سری جاها داره گرفته میشه، نباید یه دفعه دیدم نسبت به کلیه مردها بد بشه و اینطوری هم بخوام برخورد کنم. اون هم سزی جالبی نیستش. در خدمت آقای عرضم حضورتون تقیپور هستم. آقای تقیپور بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم به همه دوستان، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. عرض کنم که صحبت‌هایی که سخنران قبلی انجام دادن، من این رو میتونم بگم واقعا تبعیضه، نه به این که به خاطر اینکه من یک مرد هستم این رو میگم، نه. ببینید در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت از برابری میکنه، در ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی صحبت از عدم تبعیض میکنه و علنا هم میگه بر جنسیت. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه هیچگاه هیچ مردی نمیتونه حقوقی رو بیش از زن برای خودش بخواد و هیچگاه هیچ زنی نمیتونه حقوقی رو بیش از مرد برای خودش در جامعه بخواد. و متاسفانه ببینید این بحث به قولی برابری زنان و حقوق زنان برای بعضی از افراد اشتباه جا افتاده و همین مسئله باعث میشه که همون بحث دوباره عدم توازن به وجود بیاد و به قول معروف باز دوباره برن از اون طرف دوباره بیفتن. ما اسم اینو نمیتونیم بذاریم حقوق بشر اون موقع که. اسم اینو میتونیم بذاریم یه جنبش فمینیستی، یک جنبش به قول معروف ضد مرد، یا اگر مردا همچین خواسته ای رو داشته باشن برای خودشون میشه یه جنبش ضد زن. اگر قرار باشه ما بخوایم بیایم به عنوان یک فعال حقوق بشر، هر کسی بخواد بیاد برای دفاع از حقوق زنان مردها رو بکوبه یا برای دفاع از حقوق مردان زنها رو بکوبه، این که دیگه اسمش نمیشه گذاشت حقوق بشر که. این رو بهش دیگه واقعا میگن یک تبعیض و یک نقض حقوق بشر. دوباره باید برابری، باید عدم تبعیض و باید مساوات در یک جامعه برابر باشه و این مساوات زمانی در جامعه به وجود میاد و ما البته این رو در پرانتز بگم که در شما اگر نگاه بکنید در کشورهایی که بیشتر این کشورها اسلامی هستند و قوانین شریعت اسلامی درش هست، نگاه به زنها یک نگاه پایین دست هست و نگاه ابزارگونه به زنها دارن در این کشورها و اکثرا هم این مسئله در خاورمیانه شما بیشتر میتونید این رو ببینید. حالا در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میتونید زیاد ببینید این رو، در
ایران تا حدودی میتونیم ببینیم، در افغانستان و پاکستان که به وفور میشه دیدیم مسئله رو. و اینا همش ریشش 90% به خاطر مسائل مذهبی، آمیزه های مذهبی مخصوصا شریعت اسلامی هست و با توجه به اون آموزه هایی که در اسلام و قرآن هست، اینها باعث شده که حالا یک نگاه رادیکال در زنها به وجود بیاد. و ما نگاه میکنیم که در کشورهای دیگه، در کشورهای حالا که مبنای حکومتشون بر به قولی سکولاریسم و برابری هست و عدم تبعیض درشون رواج داره، و به زبون ساده بهتون بگم حکومت‌هایی که حالا مسیحی هستن، اینها نگاهشون نگاه به مراتب بهتر و برابری رو دارن نسبت به زنان در جامعه و نگاه دموکراتی رو دارن به زنها. اما در کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و کشورهای مخصوصا کشورهای حالا اسلامی، این مسئله نقض حقوق زنان بسیار زیاده و این هم برمیگرده به آموزش هایی که حالا داده شده. متاسفانه دوستان، ما نباید هیچگاه برای اینکه بخوایم از حقوق زنان دفاع بکنیم بیایم مردها رو بکوبیم، یا بخوایم از مردان دفاع بکنیم بیایم حقوق زنها رو بکوبیم. این رو دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت حقوق بشر. این میشه دقیقاً به قولی یک نقض آشکار حقوق بشر. زن با مرد برابر، مرد با زن برابر. اگر ما بخوایم بیایم بکوبیم زنها رو یا مردا رو بیایم بکوبیم، دیگه فایده ای نداره، فعالیتمون هم به درد هیچی نمیخوره. یک نقض حقوق بشر دوباره ما انجام بدیم. در کل مخلص کلام من این هستش که در جامعه کنونی، حالا در خارج از کشور هم متاسفانه، این مسئله یک مقداری داره به انحراف کشیده میشه. بحث حقوق زنان به سمتی داره میره که از اون طرف دوباره میاد حقوق مردان نقض میشه. ما این رو هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. مرد حقوقی داره، زن هم حقوق داره، برابر و بدون تبعیض. سپاسگزارم. مایک آزاد. ممنون از شما جناب آقای تقی‌پور محترم. دوستان گرامی لطفا به زمان نظر دادن هم توجه داشته باشید. جناب آقای پرویزی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام دوستان، وقتتون بخیر، امیدوارم که سلامت باشید. حقیقتش داشتم صحبت‌های خانم کرمی، اگه اشتباه نکنم کرمی شیرازی، گوش می‌کردم. البته صحبت‌های دوستانم آقای فرخی، آقای تقی‌پور و دهخان تدریسی عزیز، من استنباطم این بود، حالا سبب منهای آقای فرخی و آقای تقی‌پور، خانم شیرازی دقیقاً صحبت‌هاش تقارن با همین عملی بود که الان داشت در موردش اعتراض می‌کرد. یعنی عیناً همون مشکلی که در قبال زنان وجود داره، ایشون همین صحبت‌ها، استنباط من از صحبت‌های ایشون ها، نه اینکه یعنی ممکنه حالا شاید نظریه خودش هم متفاوت باشه با این چیزی که گفتن، ولی اون مطلبی رو که برای ما صحبت کردن، استنباط من اینه که دقیقاً داره تقارن با همون چیزی که داره الان در حال حاضر نسبت به زنان انجام میشه، ایشون نظرشون که نسبت به مردان باید انجام بشه. این یه موضوع. خب صحت میذارم روی صحه صد میذارم روی صحبت‌های دوستان که گفتن در مورد برابری. بله، منم به همین عقیدم، ولی یه مشکل دیگه‌ای که وجود داره دوستان، این یک باور غلطه. اگر که ما فکر کنیم فقط و فقط بحث نقض حقوق زنان از زمان اسلام اومده، آیا قبل از اسلام نقض حقوق زنان وجود نداشته؟ به وفور وجود داشته. در طول تاریخ زنان همیشه نه حقوقشون پایمال شده، در تمام ادیان هم وجود داره، فقط در اسلام نیست. خواهش میکنم به صرف این که ایران، در ایران قوانین فقه و قوانین شرعی اسلامی وجود داره، خواهش میکنم به عقاید حداقل 1 میلیارد خورده آدم توهین نکنید، چون این هم یکی از نقض‌های حقوق بشره. وقتی شما میگید، من یه جاهای دیگه هی میترسیدم، میگفتم نکنه یه وقت الان خانم کرمی تو شور بره و یه دفعه حالا ایدم برای مزاح میگن و عصبانش این فوش بره. ولی واقعا
خواهش میکنم اینو در نظر بگیرید. ما مثال میتونم براتون بزنم، بارها هم در جلسات قبل شاید گفته باشم و دوستان شنیده باشم. ما در همین قرن معاصر در کشور ایرلند کلیسای فکر کنم مریم مجدلیه اگر اشتباه نکنم، آمار به برده گرفتن زنان، آمار کشتن زنان، آمار چیزی که الان وجود داره، یعنی که زنان رو به عنوان شستن لباس و چیز استخدام میکردن و بهشون تجاوز میکردن، بعد میکشتنشون، گشنگی بهشون میدادن، پول بهشون نمیدادن و و و هزاران اتفاقاتی که براشون میفتاده و اتفاقا بعضا بسیارشون باردار شدن که بعدا هم بچه و هم خودشون رو خاک کردن، آمارشون هنوز در دست هیچ کس نیست. خود کشور ایرلند عذرخواهی کرد از جامعه جهانی بابت این جنایتی که در حق زنان و در حق بشر شده. میتونید برید بخونید، در گوگل هم سرچ کنید، این موضوع وجود داره. در کشور فرانسه به همین صورت. این به صرف این که فکر کنید فقط در اسلامه، من یک شخص خدا ناباورم، هیچ کس رو قبول ندارم، ولی این رو خدمتتون عرض کنم، به عقاید دیگران احترام میذارم، در این حال دارم تاریخ رو خدمتتون عرض میکنم و در این حال اینم خدمتتون عرض کنم، خواهش میکنم به هیچ دینی توهین نکنید، چون نقض حقوق زنان و اون چیزی که در مورد زنان وجود داره فقط مربوط به دین نیست. چند وقت پیشم من اشاره کردم در فوتبال، شما نگاه کنید در کشور اروپا، در کشورهای اروپایی بازی بارسلونا و بایرن مونیخ، بارسلونا 8-2 فکر کنم از بایرن مونیخ باخت اگه اشتباه نکنم، یا برعکس، حالا اینو دقیق نمیدونم. تمام شبکه های مجازی پر شده بود از اینکه تیم بازنده رو اومده بودن اینو تشبیه کرده بودن به یک فیلم پر، و از اون طرف تیم بازنده رو لوگوی اون باشگاهش رو گذاشته بودن روی صورت زن و اون که برنده است روی صورت مرد. این یک تبعیض جنسیتیه، این یک تبعیضیه که من فکر میکنم این از احساس و بیشتر نشأت گرفته از احساس مردانه و که واقعا غلطه، و احساسی که اون حس درونی که در مردان وجود داره باعث میشه که این اتفاقات بیفته. فقط بر نمیگرده به آموزش، فقط بر نمیگرده به عذرخواهی میکنم خانم هری، 30 ثانیه دی من تموم میکنم، فقط بر نمیگرده به دین و عقیده و باور، این در تمام افراد وجود داره، در تعداد زیادی وجود داره، و متاسفانه نقض حقوق زنان فقط به این مسائل دینی و مذهبی بر نمیگرده. این رو خواهش میکنم اشتباه نگیرید با اینکه فقط در اسلام، چون یه زمانی دختران رو زنده به گور میکردن پس یعنی اسلام این شکلی بوده، در تمام ادیان وجود داره. اگر بخوایم ریز بشیم و بگردیم، در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در آتئیستش هست، در تمام ادیان، در بودایی هست، در همه ادیان وجود داره. ممنونم، ببخشید اگه زیاد صحبت کردم. مرسی از شما. نه خواهش میکنم، مسئله نیست، فقط چون تعداد عزیزانی که میخوان نظراتشون رو بگن زیاد هست، لطفا دوستان رعایت کنن و یکم سریعتر نظرشون رو بگن. خوشحال میشیم که نظرات همه رو شنونده باشیم. سرکار خانم کرمی شیرازی شنونده شما هستیم، بفهم. من احساس میکنم دوستان یه سوء تفاهم برشون پیش اومده. خب به هر حال ممکنه یکم سخنرانی من تند بوده باشه و خب کاملا مشخص و محرزه که این تبعیض جنسیتی، این ظلمی که در حق زنای به قول خودتون کل دنیا شده، مخصوصا ایران. حالا اگر من گفتم که این سوء استفاده شده از اسم اسلام، سوء استفاده شده، منظورم این نبوده که بخوام دین اسلامو زیر سوال ببرم یا توهینی به این دین یا این عقیده بکنم. من دارم میگم از این دین سوء استفاده شده، از اسمش سوء استفاده شده، دارن به تعبیر غلط تعبیرش میکنن به نفع خودشون، تا یه جاهایی بتونن به نفع خودشون ازش سوء استفاده کنن. این حالا آموزه دین اسلام هر چی که هست برای خودشون، من کاری ندارم، میگم از این دین دارن سوء استفاده میکنن، من کاری به عقیده هیچ کس ندارم، هر دینی که میخواد داشته باشه، ولی اینا میان به
تعبیر غلطی که برای خودشون انجام میدن ازش سوء استفاده میکنن. و یه چیز دیگه که من مد نظرم بود، اگر گفتم که حالا به هر حال با این تعبیرایی که حالا توی دین اسلام، مسیحیت یا اینا هست، میگن حالا مرد، زن جزی از وجود مرد ساخته شده، من فقط خواستم بگم که اینا رو دارن یه جوری از اینا استفاده میکنن که از لحاظ تربیتی بخوان ذهن زنا رو خرد کنن، ذهن زنا رو، شخصیت زنا رو پایین بکشن که بخوان به هر حال میدون رو برای مردها بازتر کنن. صرفا میان از اینا استفاده میکنن و میگم اگر بخوایم واقعیت امر رو در نظر بگیریم اینطوریه، ولی خب من که نمیام از این استفاده کنم بگم من چون قدرت پروروندن یه انسانو دارم توی بدنم پس من برترم، نه، من اصلا منظورم این نیست. میگم اگر بخوایم واقعیت امر رو ببینیم یه همچین چیزیه که قطعا مادر میاد خودشو فدای فرزندش میکنه، اصلا چیزی نیست که بخواد به خاطر این مسئله برتریشو ثابت کنه. من فکر میکنم اگه جایی از مقالم تون صحبت کردم اینجا بوده که قطعا منظورم این نبوده که مرد از زن بالاتره یا مثلا میخوام تبعیض رو از اون طرف بندازم میخوام به نفع خودم تمام کنم، قطعا اینطوری نبوده. منم خواستار این برابری هستم، به خاطر این هست که توی این گروه جامعه حقوق بشر هستم، دوست دارم برابری باشه بین زن و مرد. به هیچ عنوان نیست که بخوام از اون بر بندازم و فمینیستیش کنم و بخوام زنا رو بالاتر بیارم و مردا رو پایین تر بکشم. ممنون که مایکو در اختیار گذاشتید. مرسی از شما صحرا خانم شیرازی. بله، منم با صحبت شما موافقم. مادر بودن واقعا روح خیلی بزرگی میخواد که شما بتونید از خیلی از چیزا بگذرید تا یه بچه رو تربیت کنی و رشدش بدید. مرسی از شما. آقای نریمان حسینی نژاد، شنونده شما هستیم، بفرمایید. سلام، صدای من هست؟ بله صداتون هست. با سلام و درود خدمت همکاران عزیز و دوستان و یه خسته نباشید به تمام سخنرانان. بگیم خیلی عالی بود صحبتشون، بحث جالبیه. میخواستم یکی دو مورد من اشاره کنم اینجا. یکی این که اولش من بگم که در رابطه با خانم سفید قوریان و زنانی که واقعا با جان دل دارن مبارزه میکنن با سنهای خیلی کم، خیلی مسائل دیگه دور و برشون هست که دخترها و جوانای جدید به اونا میپردازن و به خیلی مسائل اینجوری نمیپردازن. این خیلی مهمه. من دوست داشتم همیشه یه جلساتی یا در اکثر جلسات ما اونا دارن با جونشون بازی میکنن برای هدفاشون، برای آزادی خواهی، و این خیلی 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 مهمه و ما وظیفمون اینه که اسم اینا رو برجسته کنیم، کاراشون رو برجسته کنیم و نباید گذرا از این مسئله بگذاریم. سعی کنیم اگر میشه مسئولین یه برنامه‌ای رو بگنجونن که در هر جلسه سخنرانی، چون مدت داره ما سخنرانی میکنیم، 100% داخل هر برنامه یه بخشی بپردازیم به این اسامی که هستن، یعنی واقعا بی نظیرن. ما تو هر 200 سالی یه همچین آدم هایی رو میتونیم ببینیم و شاهدشون باشیم. ولی من افتخار میکنم در زمانی زندگی میکنم که انسانی مثل جوانی مثل سپید قلیان زندگی میکنم و واقعا به خودم میبالم. و یه مسئله دیگه رو میخواستم بگم، دوستان داشتم به این سرعت از این مسئله بگذارم، ولی چون میخوام جواب اون آقا و اون دوستمون و این خانمی که الان صحبت کرد بگم، میخواستم بگم که مسئله زنان یه مسئلهی که در تاریخ درسته که همیشه این مسئله سرکوبشون وجود داشته. ما باید ببینیم علت چیه که توی جامعه زن رو سرکوب میکنن. من درسته همیشه میگم آزادی زنان و فلان و این جریانهای کلیشهی رو دیگه میلیاردها بار شنیدیم و گفتن و اینا، ولی آقا چجوری، چرا این اتفاق میفته؟ ما علتها رو باید پیدا کنیم اول، بدونیم که علتها چیه و راهکارهای بهتری رو آدم میتونه در پیش بگیره. همونجوری که در جان کلام سیمین دوار میگه علتیه برای سرکوبی جامعه همیشه باید زنان رو سرکوب کرد، محدود کرد. خیلی خلاصه و ساده توی یه جمله میگه، به خاطر اینکه اون زنان هن که میتونن فرزندانی آزاد رها تربیت کنن.
و میخواستم او دوست عزیزمون بگم که دوست عزیز کسی نه به دینی توهین میکنه و نه چیزی میکنه نقد میکنه دین یا عقیده یا ایدئولوژی رو نقد میکنه. نقد کردن توهین کردن نیست. اگه 4 تا فحش آبدار داده بود اون موقع میگیم آقا اشکاله، ولی با هر دین و مذهبی که اصلا پدر آدم باشه وقتی یه کاری نادرسته، مثلا همون شما همین صحبت کردید خانومی که این متن سخنرانی گفت بنده خدا مجبور به عقب نشینی شد، یعنی خود سانسوری کرد یه لحظه. خب این قشنگ نیست، جالب نیست. یعنی ما اگر توی جامعه آزاد و اندیشه آزاد داریم این قشنگ، من نمیتونم به یه داعشی بگم آقا من به ایده تو احترام میذارم، تو هم یه عقیده داری باشه بیا دم خونه من زندگی کن، یا به یه قبیله آدم خوری آقا قوانینشون عقیدهشون که آدم بخورن بچه بکشن قربانی کنن، میگه آقا خوی عقیده شه دیگه، یه عقیدهش چیز ما با احترام بذاریم به عقیده هم دیگه. نمیشه عزیز من اینجوری سنگ به سنگ بند نمیشه، باید نقد کنیم، باید بعضی وقتا قوی هم جلوی خلجن. شما نگاه کن اسلام و اکثر دینا فرق میکنه، حکومت های استبدادی، حالا دیگه این اضافه شد. اگر شما میگی در کلیساها و فلان اتفاق، بله اتفاقا میافتاده، من نمیخوام دفاع از هیچ کسی بکنم، من به آزادی انسان و آزادی اندیشه اعتقاد دارم. فقط شما نگاه میکنه همون موقع پادشاه نمیتونست دوتا زن بگیره، کلیسا اجازه نمیده، بالاخره یه قانون برای اولی داخل دین عزیز اسلام پادشاه میتونه 50 تا زن بگیره، 200 تا زن بگیره، محدودیتی نداره. خب حالا ما میپردازیم که چرا این مسئله باید اصلا انجام اتفاق بیفته، ما باید جلوش بایسیم، حالا هر چیزی میخواد باشه، اصلا خدا بیا پایین، بیا جلو من وایسه بگه چیه، من میزنم تو دهنش، یا آقا چه حرفیه داری میزنی تو، درست نیست، اصلا انسانی نیست. خب پس بنابراین یه جوری برخورد کنیم که سعی نکنیم همدیگه رو سانسور کنیم. بسیار صحبت زیبایی کرد اون خانم، به نظر من پسندیده بود و کاشکی که عقب نشینی نمی‌کرد و یه جوری یه شکل دیگه عنوانش می‌کرد. شما کاملا درست گفتید، هیچ توهینی هم به هیچ کسی نکردید، نقد کردید. شما نگاه می‌کنید ما در هر حکومت استبدادی، هر حکومت، حالا مذهب که دیگه فباها، زنو چرا مهار می‌کنه؟ چرا اینقدر نمیذاره نفس بکشه؟ به خاطر اینکه حس سرخوردگی رو بهش بده. اینو باید بپردازیم که حس سرخوردگی و شکست بهش بده که اون همون بچه‌ها رو که میخواد تو محیط خونه است به همون شکل بار بیاره. هر ایدئولوژی یه مکتبی، یه جلساتی، یه کلاسایی، هر سازمانی میذاره به خاطر که اون ایده‌هاشو به قول خودمون خلاصه بگیم مخشویی کنه. خب شما وقتی زن رو توی جامعه محدود میکنی و سرکوب میکنی، دیگه نمیخواد کلاسی چیزی دوره بذاری برای کسی که مجبور کنه مردم بیان و مخصوصی، همون مسئله رو، همون ترس و همون استراب و همون سرخوردگی رو به جوانان آینده جامعه تحمیل میکنی. بس بنابراین شما میتونی به راحتی به اون جامعه حکومت کنی. وظیفه ما اینجا اینه که آزاد اندیش باشیم، با هیچ کسی و با هیچ خدایی هم دعواسی نباید داشته باشیم با هیچ کسی. آقا نمیدونم توهین و نکنید به هم دیگه، واقعا ما هیچ کس به هیچ که توهین نمیکنه، اون که مال چاله میدونی است. ولی شما نگاه کنید خود اسلام از موقعی که اومده زن رو بهش توهین کرده تا همین الان. خب این ما باید بگیم خب اشکال نداره اون توهین کنه ما، ولی به او احترام بذار. آقا نمیشه که اینجوری، ما باید یه جای جهتمون رو مشخص کنیم دیگه، ما باید یه جوری آقا جبهمون رو نگاهمون رو بعد مشخص کنیم، ما چی کاره الان اینجا وایسادیم چی کار کنیم. مثل اپوزیسیونی که 20 سال 40 سال بیرونه مثلا فقط صحبت میکنه، خب همه مشغولیم که آ کی چی میگه، او چی میگه، این چی میگه. نمیشه، باید یه جای باشه و باش انسان هایی که با اندیشه های پاک و آزاد دارن مبارزه میکنن، به خصوص خانم قلیان که با این سن جوانی با خواسته ها و آرزوهای زیادی که داره خودشو از صبح تا شب اسیر مبارزه با این مسائل کرده، در دهان شیر داره، شیر که نیستن، کفتارن اینا، داره باشون مبارزه میکنه. ما باید مرتب اینا رو پرورش بدیم، باید اینا رو امید بهشون بدیم، باید مزد این همه سختی ها رو که میدیم با این صداشون رو مرتب برسونیم، اسمشون رو برجسته کنیم، مرتب باید ما اینو
داشته باشیم. البته بحث زیاده، من نمیخوام وقت دوستان حسین نجات معذرت میخوام که وسط صحبت اومدم، لطفا زمان رو در نظر داشته باشید، ممنون میشم چون دوستان دیگه هم هستن که میخوان نظرات خودشون رو بگن. صحبت رو میخواستم ببندم، من قصد چیزی دوست دارم که فضای بحث یه جوری باشه که انسان ها سعی نکنن که یه جوری همدیگه رو سانسور کنن، یا اینکه بذار یه چیزی از همدیگه یاد بگیر، اشکال نداره هر جوری میخوان باشیم، ولی اینکه ما این از تو مغزمون همه بیرون کنیم که آقا به هر عقیده احترام بذاریم، نیست، اینجوری نباید باشه به نظرم. زنده باشید، قربونتون برم، موفق باشید. متشکرم از شما. البته نظر من با صحبت‌های شما یه مقداری تفاوت داره، به خاطری که من هم با آقای پرویزی هم نظر هستم و ما باید به همه آدم‌ها احترام بذاریم، چون هر کی از دید خودش نظرش و دیدگاهش درسته و اگر ما بخوایم نظر خودمون رو تحمیل کنیم یا قبول نکنیم، خب ما هم مثل خیلی از گروه‌ها و حسابی که پیروه یه طرز فکر خاص هستن میشیم، ولی ما فعال حقوق بشر هستیم، باید کاملا بیطرفانه به تمامی موضوع نگاه کنیم و دیده کاملا بیطرف داشته باشیم. دوستان خواهش میکنم فقط زمان رو در نظر داشته باشید، چون بحث طولانی شده و دوستان دیگه هم میخوان نظرات خودشون رو بگن. آقای تقی‌پور در خدمتون هستید، بفرمایید. سپاسگزارم از شما. عرضم به حضورتون که من آقای پرویزی رو میخوام دعوت بکنم یک مقداری حتما و حتما تاریخ خود اسلام رو بخونم. یک مسئله اول، شما آقای پرویزی توجه بکنید تعدد زوجین در چه دینی وجود داره؟ همسر پیامبر اسلام در چه سنی با محمد ابن عبدالله ازدواج کرد؟ در سن کودکی. حجاب و پوشش زنان بر مبنای چیه؟ شریعت اسلامی. این سه تا مورد ساده است، ولی ما در خود همون دین مسیحیت ما داریم نگاه میکنیم، علنا در خود انجیل هم هست، تعدد زوجین اصلا مورد قبول نیست و مردود میشه. در همون کشور اندونزی که شما تشریف دارید الان، که یک کشور اسلامی هست، به صرف قوانین شریعت اسلامی مردهایی هستن که 5 تا 6 تا زن میگیرن، به صرف قوانین شریعت اسلامی، به صرف قوانین و شریعت اسلامی ختنه میکنن هنوز. البته این شریعت که بهتون دارم میگم شریعت از یهوده، دین یهود هم این مسئله رو داره، ولی در مسیحیت اصلا شریعت وجود نداره. حالا به خاطر در خود الهیات مسیحی بخونید هست، میگن به خاطر خون عیسی مسیح و جانی که عیسی مسیح در روی صلیب داد. قوانین جاری کشورهای اسلامی و شلاق بر مبنای چیه؟ شریعت. حد اسلامی بر مبنای چیه؟ شریعت. ما هیچ وقت نمیتونیم بیایم نگاه رادیکالی که نگاه پایین دستی که در اسلام به زنان هست رو بگیم نه، چون توهین میشه به اسلام، اصلا هیچ وقت به زبون نیاریم. تعدد زوجین که 4 تا 5 تا زن یک مرد میتونه بگیره رو اون رو بیایم بپوشونیم، بگیم نه اعتراض نکنیم، هیچی نگیم، اسمی از اسلام نبریم، توهین میشه به عقاید دیگه. خب همین مسئله خودش یک بردگیه دیگه، به برده گرفتن زنان دیگه. خب این رو چرا ما باید انتقاد نکنیم، اعتراض نکنیم بهش؟ آقا اسلام باشه، اسلام قوانینش درست نیست و باید تمام قد در مقابل این قوانین نادرست وایستاد. قوانینی که به نظر من یک بردگی جنسیه، نگاه یک نگاه بردگی جنسیه. یک مرد میتونه تا 5 تا ازدواج بکنه، این بر مبنای کدوم قوانینه؟ شریعت اسلامی. شکنجه بر مبنای شریعت اسلامیه. در مالزی، در اندونزی، در ایران، در عربستان سعودی گردن حالا در مالزی اندونزی، مالزی نیست، حالا اندونزی یا عربستان سعودی، گردن میزنن به خاطر چی؟ شریعت اسلامی. اعدام میکنن حد اسلامی بر مبنای شریعت. خب اینها همش قوانینیه که بر مبنای اسلامه، بر مبنای یک دینه. هیچ وقت ما نمیتونیم این رو نگاه بکنیم که بگیم نه، چون حالا توهین میشه به عقاید دیگه، این عقیده اصلا درست نیست. اگر شما نگاه بکنید در زمان قبلا مسیحیت، خودتونم فرمایش کردین بوده،
ولی الان شما نگاه بکنید کشورهایی که مسیحی هستن پیش قدم هستن و پیش قراولن برای دفاع و به قولی به دست آوردن زنان بر حقوقشون و تلاش دارن میکنن برابری حقوق زنان رو در جامعه به وجود بیارن، مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل اروپا، مثل استرالیا. ولی شما نگاه رو در مقابل کشورهای اسلامی بذارید، همین الان در پاکستان، در افغانستان، در ایران، در عربستان سعودی، شیوخ عرب در حوزه خلیج فارس 5 تا 6 تا حرمسرا دارن. خب اینا بر مبنای چیه؟ قوانین اسلامی، آموزه‌هایی که از محمد ابن عبدالله یاد گرفتن. خود محمد ابن عبدالله همسرش در سن کودکی بوده باهاش ازدواج کرده. خود قرآن هست، احادیث هست، روایات هست. ما این رو نمیتونیم انکار بکنیم. بعد که بیاد یکی اعتراض بکنه بگیم نه به هیچ دینی توهین نکنیم. این رو باید ما مد نظر داشته باشیم. چیزی که باعث شده زنان حقوقشون بیش از پیش نقض بشه، آمار هم اگر در جهان بگیری کشورهای اسلامی حقوق زنان به مراتب بیش از کشورهای دیگه داره نقض میشه، چون برابری برای زنان نیست. در همون ایران خودمون به مرد 5 تا ازدواج اجازه میدن بکنه، میگن آقا اسلام گفته، قوانین اسلامی به من اجازه میده. خب این بر مبنای قوانین اسلامیه. ما باید هر وقت میخوام به نظر من به عنوان یک مدافع حقوق بشر صحبت بکنیم، صحبتمون باید مستدل باشه، محکم باشه، که جای حالا انتقاد و اعتراض نمونه. و حقوق زنان رو هیچ کس برش منکر نیست، در کشورهای اسلامی بیش از کشورهای دیگه در سراسر کره زمین داره نقض میشه. سپاسگزارم، مایک آزاد. متشکرم از شما به خاطر نظراتتون. آقای ذوالفقاری در خدمتتون هستیم و نظرات شما رو هم میشنویم. صدای من هست در جلسه؟ بله هست، صداتون بفرمایید. من مجدد عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان. جناب آقای پرویزی، شما یک بار دیگه هم در یک سخنرانی که من داشتم همین موارد رو مطرح کردین. یه دوست عزیزی اون جلسه که ظاهرا دوستمون حقوقدان هستند، یه نکته‌ای رو مطرح کردن که بسیار نکته درست و مستدلی بود، ولی حالا ظاهرا شما فراموش کردید. ایشون گفتن که بر اساس قوانین بین المللی انتقاد به شدیدترین شکل ممکن در حد توهین به موارد اکتسابی کاملا آزاده و هیچ منافاتی با حقوق بشر نداره و این اشتباهیه که فعالین حقوق بشر به خاطر بی اطلاعی از قوانین میکنن. اما انتقاد حتی در حد بسیار بسیار ساده به موارد ذاتی از جمله نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، اگر در این موارد باشه که در واقع در اختیار خود شخص نبوده، محکوم و حرف شما درست. اما انتقاد و توهین به موارد اکتسابی از جمله دین مهمترینش کاملا آزاده و هیچ منافاتی با حقوق بشر غیره نداره. بنابراین اسلام هم یک دینیه، یک موضوعیه که کاملا اکتسابیه. شما میتونی مسلمان باشی، میتونی نباشی، میتونی به قول خودتون لائیک باشید، میتونید مسیحی باشید. بنابراین اسلام و دین یک موضوع اکتسابیه و افراد آزادن که به هر شکل ممکن و حتی شدیدترین و شنیدترین شکل ممکن بهش توهین بکنن و ازش انتقاد. این یک مورد. دوم، اگر قرار بود ما به همه عقاید احترام بگذاریم، الان با اجازتون من شما باید در خزینه استحمام میکردیم، الان باید ما شناسنامه نمیداشتیم، الان ما نباید برق میداشتیم. شما یه نگاهی به تاریخ همین مملکت خودمون بفرمایید، متوجه خواهید شد اگر قرار بود ما به همه عقاید احترام میذاشتیم خیلی چیزا رو الان نداشتیم. بنابراین اینم باز یه جمله اشتباهیه که آقا ما باید به همه عقاید احترام بذاریم. خیر، همچین چیزی وجود نداره که ما به همه عقاید احترام بذاریم.
وقتی یه عقیده یا عقایدی اصلا معنیشی نیستش که چون یه اکثریتی پیرو به اون عقیده هستن پس اون عقیده درسته. خیر اینجوری نیست. ببخشید در هندوستان هم میلیون ها نفر هستن که گاو میپرستن، پس حتما باید بهشون احترام گذاشت دیگه. ها بگیم آقا اینا خیلی عقیده شون اینا خیلی. تا زمانی که البته تا زمانی که مخل آسایش جامعه و دیگر افراد نشه. وقتی که اینطوری اسلام، ببخشید اسلام با همین عقاید احمقانه‌ای که داره پا گذاشته رو بیخ خیر همه، حالا چه خانوم ها چه آقایون، شما بخونید کتاب دوغن سکوت آقای دکتر زرینکوب رو بخونید، متوجه خواهید شد که چه بلایی سر مملکت آورده، چه بلایی سر ماها آورده. بنابراین بنده تمام قد هم توهین میکنم به اسلام، هم جلوش وای میستم، هم انتقاد میکنم ازش. این هیچ ربطی هم به فعال حقوق بشر بودن نداره. خانم مسئول جلسه فرمودن که ما فعال حقوق بشریم، باید ما به اصطلاح بیطرف باشیم. بله خانم، منم با شما موافقم، اما بیطرفی معنیش خونسا بودن نیست، معنیش بیتفاوت بودن نیست. ما فعال حقوق بشر هستیم، اتفاقا باید در برابر ناهنجاری ها بیستیم، صدامون رو بلند بکنیم، مقابله بکنیم. اصلا اینجوری نیستش که ما در همه موارد منفعل عمل بکنیم، بگیم ما چون فعال حقوق بشری منفعلیم. نه، اصلا این شکلی نیست. اصلا این داستان غلطه، از اساسش غلطه. بنابراین این فکر رو که ما باید به همه عقاید احترام بذاریم، اینو از ذهنتون خارج بکنید. اصلا اینجوری نیست. و دومی که اسلام از نظر من یک دین قانون گریزه. شما همطوری که الان دوست قبلی جناب آقای تقی‌پور فرمودن، شما نگاه کنید که الان کشورهای مسیحی در رعایت حقوق بشر و در رعایت حقوق خانومها پیش قرابولن، اما کشورهایی که اسلام توشون حاکمه اتفاقا این کشورها دارن مقابله میکنن و همش مقاومت میکنن، همش دیکتاتوریه. بنابراین اصلا من کاملا مخالفم با شما جناب آقای پرویزی. بسیار بسیار به نظر من این گفته اشتباه. اون دفعه هم دوستمون خیلی بهتر از من گفتن این داستان رو، من دوباره تاکید میکنم به حرف این دوستمون که شما هم اینو در نظر داشته باشید که دوست عزیز موارد اکتسابی از جمله دین هیچ ایرادی نداره که بهش توهین بشه به شدیدترین شکل ممکن، فقط موارد ذاتی هستش که شما اجازه کوچکترین انتقادی رو ازش ندارید. خیلی عذرخواهی میکنم که سرت رو درد آوردم. متشکرم، خدای بزرگ نسبت. ممنونم از شما. به خاطر که بحث خیلی دو نفر نشه سعی کنم دیگه فعلا چیز نگم و آقای پرویزی دوستانم شنونده صحبت ایشون باشم. آقای پرویزی در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از صحبت دوستان. ببخشید من فکر میکنم که قبل از اینکه صحبت کنم، آقای ذوالفقاری عزیز، شما همزمان که دارید صحبت میکنید یکی از هنسپیریتون روی میکروفونتون هی میلغزید و یه صدای ناهنجاری هم به وجود میآورد. اینو خواستم خدمتتون عرض کنم که در نظر داشته باشید. یا دکمه لباس، نمیدونم، یه چیزی که صدا داشت میاد. ببینید آقای ذوالفقاری عزیز، آقای تقی‌پور دهخان تبریزی، من فکر میکنم شما جایگاه خودتون رو نمیدونید. میدونید، یعنی این اشتباه از من نبود. اگر در جلسه قبل من جوابی ندادم به صرف احترام به مسئول جلسه بود که گفتن که ما بذاریم توی جلسه دیگه این بحث رو مطرح کنیم و من سکوت کردم، اما دلیل بر درست بودن اون صحبت‌های آقای سعیدی بود اگه اشتباه نکنم نبود، دلیل بر درست بودنش نیست. و من الان با صحبت‌های شما اصلا وارد یه چالش دیگه شدم از دنیای حقوق بشر که من اصلا فکر می‌کنم شما یه قانون حقوق، یه قوانین و یک چیز حقوق بشر دیگه دارید وضع می‌کنید بر خودتون. این اشتباهه. ببینید آقای ذوالفقاری عزیز، آزادی بیان، بله من بهش اعتقاد دارم، ولی من در چه جایگاهی هستم الان؟ از چه تریبونی دارم صحبت میکنم؟ یک معلم اگر به صرف آزادی بیان باشه، یک معلم میتونه در کلاس درس
فحش تدریس کنه، چون آزادی بیانه. آیا اگر پسر شما، فرزند شما، دختر شما در اون کلاس باشه، شما اجازه میدی سر اون کلاس بشینه؟ اعتراض نمی کنی به معلم چرا به بچه من فحش یاد دادی؟ شما تریبون تو اشتباه گرفتی آقای ذوالفقاری، آقای دهخان تبریزی، دقیق بود دهخان تبریزی هست، تریبون اشتباه گرفتی. اگر ما داریم میگیم، شما اگر دارید جار میزنید اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر دارید به اسم خودتون رو فعال حقوق بشر میذارید، باید به سی مادهش احترام بذارید. نمیتونید بگید این مادهشو چون که مثلا به درد من نمیخوره و جلوی زبون منو میگیره، من میتونم خب به همه فحش بدم. بله، من در زندگی عادی خودم میتونم به همه فحش بدم، ولی اون لحظه دیگه نمیتونم بگم من فعال حقوق بشرم. من یه فعال هر چیزی میتونم باشم، ولی فعال حقوق بشر دیگه نیستم. اون برچسب به از روی من بردارم. شما نمیتونید به بقیه توهین کنید در این حالی که فعال حقوق بشرم هستید. وقتی جایگاهو نمیدونید، بله این چیزی که شما میگید واقعا درسته. من هم کاملا موافق اینم که شما آقا آزادید هر دینی رو و هر آیینی رو و هر عقیده‌ای رو به نقد بگیرید، حتی اگه دلتون خواست فحش بدم، ولی در جایگاهی که الان هستید و از تریبونی که دارید صحبت میکنید، اون شنونده‌ای که داره میبینه و میشنوه، اون شما رو به عنوان فعال حقوق بشر میشناسه. شما نمیتونید به خودتون اجازه بدید که به عقاید دیگران توهین کنید بعد اینکه من فعال حقوق بشرم. این از من، از صحبت‌های آقای تبریزی هم من فکر می‌کنم که یه جاهایش بحث تبلیغاتی هم بود. شما خودت میگی امروز نمیدونم عید پاکه، عید صلیب کشیدن، خود مسیح رو به شلاق زدن، شکنجهش کردن، خودش رو به صلیب کشیدن، اون موقع نبود. من نمیگم دفاع از اسلام نمی کنم. اسلام یک دینیه که انتقادهای زیادی بهشه، قوانین بسیار زشت، قوانین بسیار زننده، قوانین بسیار مواردهای مختلف درش هست. من در جایگاهی نیستم که بخوام به عقاید دیگران توهین کنم. شما هم از این تریبون در این جایگاه نیستید. این شما میتونید برید در خیابون وایسید فحش هرچی دارید میخواد فحش تمام ادیان بدید، ولی در یک قالب حقوق بشر این کاملا غلطه. اگر آقای سعیدی هم گفتن از لحاظ حقوقی این کاملا آزاده، بله شما میگید در مسیحیت اجازه نمیدن که کسی زن بگیره، بله در همون مسیحیت پاستور کلیسا در خود کلیسا داره به بچه ها تجاوز میکنه. اینها مواردیه که وجود داره، قوانین و این مشکلاتی که وجود داره، این مشکلاتی که وجود داره صرفاً به ربطی به عقاید بقیه هم نداره. فقط عقاید نیست، به فرهنگ، به اخلاق، به همه چیز هم ربط داره. در خود اون کتاب مقدس آیا بر شما میتابه که یک شخصی که گی هست بشه پاستور کلیسا؟ اینو به من جواب بدید لطفاً، اگر که هست قبول دارید اینو. دیگه در خود آلمانی که دارید زندگی میکنید، بسیاری از پاستورهای کلیسا خودشون رسما اعلام کردن که ما گی هستیم و داریم این کارو میکنیم. من توهین نمیکنم به این، ولی منظورم اینه که اون چیزی که شما دارید توضیح میدید صرفا در اسلام نیست. اسلام من نمیخوام بهش نقد کنم، چون تماما اگر بخوام بهش نقد کنم در زندگی شخصیم از اول الفش تا میم آخرش رو میتونم انتقاد کنم، میتونم کاملا انتقاد کنم، اینقدرم ازش میدونم که میتونم حتی در یه مواقع حتی توهینم بهش کنم، ولی از جایگاه و تریبونی که حضور داریم درش ما نمیتوانیم بگیم فعال حقوق بشریم و در این حال میایم صحبت میکنیم فلان فلان مثلا این عقیده. این اشتباهاتیه که وجود داره. من فکر میکنم دیگه در مورد این موضوع بحث نکنیم. اگرم من به خانم کرمی عرض کردم، من نگفتم که از حرف خودشون برگردن. آقای حسینی نژاد عزیز، اینم خدمتتون عرض کنم، من فقط نظر خودم رو دادم. استنباطم هم این بود از صحبت‌های خانم کرمی شیرازی که صحبت‌های ایشون در این حالی که داره اعتراض به نقض حقوق زنان داره میکنه، داره به حقوق مردان هم تجاوز میکنه.
و نظر همه دوستان هم همین بود. فقط نکته‌ای که هست، من قبلش هم اشاره کردم، ممکنه نظر خودشون با اون صحبتی که الان دارن میکنن، چون داشتن مطلب رو میخوندن، ممکنه نظر خودشون هم متفاوت باشه. این رو هم خدمتتون عرض کردم و نه کسی رو سانسور کردیم، نه کسی رو گفتیم که شما اجازه ندارید نظر بدی، ولی جایگاهی که هستیم وقتی اسم حقوق بشر میاریم و اعتقاد داریم به سیماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید ارزش انسانی، عقاید، رنگ، پوست، به همه اینها احترام بذاریم. اگه تونستیم این کارو بکنیم، اون موقع میتونیم تماما دفاع کنیم از خودمون و ما بگیم که ما یه فعال حقوق بشریم. اگر نمیتونیم، پس لطفا این برچسب از خودتون بکنید و هر جور دلتون میخواد میتونید صحبت کنید. ممنونم. من نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم در مورد این موضوع، و اگر دوستان هم باز پاسخ دادن، باز من سکوت میکنم دیگه. اگر لازم شد در یک جلسه دیگه حتما در خدمتتون هستیم که برسیم به ادامه جلسه. ممنونم از شما. منم با صحبت شما موافق هستم. صحبت آقای نوروزی رو هم شنونده هستیم و بعد به سراغ سخنران بعد میریم، چون سایر دوستان دیگه نظرات خودشون رو اعلام کردن، دیگه بحث رو ادامه نمیدیم و از دو نفره شدن بحث جلوگیری می‌کنیم. آقای نوروزی، خدمت شما هستیم، بفهم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز. بحث خیلی جالبی بودش، یه مقداری پرت شدیم، ولی خب برمیگردیم سر همون داستان اولیه. من خب از اونجایی که آقای تبریزی رو یه چند سالیه، البته خب درسته الان ایشون چند وقته با کانون فعالیت ندارن، ولی از قبل میشناسمشون. خب ایشون یه مقداری چی میگن، همه چیز رو، اون چیزی که جامعه دلش بخواد صحبت میکنه، یه مقداری حقیقتها رو کتمان میکنن. ایشون در رابطه با بحث نمیدونم مسیحیت توی اروپا و این داستانا صحبت کردم. میخوام خدمت شما عرض کنم آقای تبریزی، شما واقعا خبرها رو میخونید؟ چه خبر هستش توی همین کشورهای مسیحی نشین؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ دو هفته پیش توی همین دانمارک، کشوری که مسیحی هستش، پلیس پا گذاشت رو گردن یه زن. کجا بودن این کلیسا نشینا بیان بگن شما نقض حقوق کردین؟ یا اینکه شما بحث از بازم میگم مسیحیت خیلی خوبه و فلان، مثلا میگم منم نه کاری به مسیحیت دارم نه به اسلام دارم، ولی شما اینو نگاه کنید، شما کلن اسلامو دارین میکشی زیر سوال، ولی کشورهای دیگر هم نگاه کن دیگه. ببین شما که نمیتونید، دوست عزیز، برادر محترم، فعال حقوق بشر، بگم راحت بهتون بگم سابق، چون که اصلا از نظر منی که 5 سال حداقل دارم کار حقوق بشری میکنم، شما اطلاعات حقوق بشری ندارید متاسفانه. و اینکه شما یه دوروبر کشورهای ایران هم نگاه کن، آیا به غیر از اینه که ما دین و سیاست رو با هم ادغام کردیم؟ به همون کشوری که مثلا نمیدونم شما بودین یا آقای ذوالفقاری بود، نمیدونم کدوم یکیتون بودین، که گفتید که پاکستان و این ور و اون ور این چیزا هم هستید. شما این کشورها رو نگاه کنید، آیا به غیر از اینه که دین و سیاستشون قاطی شده؟ از چه حقوق، از چی دارین صحبت میکنید؟ از مسیحیتی دارین صحبت میکنید که تمام بدبختی هایی که در حال حاضر بر سر خاورمیانه هستش، خب از همین کشورهایی هستش که ادعای مسیحیت و دولت‌های دموکرات دارن اتفاق میفته. دوست عزیز، اخبار کمپ‌های بستر رو بخونید. کسایی که دم از حقوق بشر دارن میزنن، دم از حکومت دموکرات مسیحی میزنن، ولی پناهجوهاشون رو دارن میفرستن به رواندا. کجای کارین؟ یعنی واقعا اصلا اخبار میخونید یا این چه فقط همینجوری بشینیم اینجا بگیم به به ما چون که فلانیم باید اینجوری صحبت کنیم، 4 نفر هم از ما خوششون بیاد؟ یه خورده واقعیت ها واقعیت بین بباشیم، خب نه اینکه حزب باد باشیم ببینیم که کیا از چی خوششون میاد. در رو به توایس آقای صحبته آقای ذوالفقاری هم که من اصلا ترجیح میدم جواب ایشون رو ندم، چون که
کسی که میگه فوش بدم و فلان کنم بسار کنم، به نظر من آقا شما برو یه اپوزیسیون کار کن، یا اینکه اصلا دیدگاهت رو عوض کن، کجا داری کار میکنی؟ اینجا قانون دفاع از حقوق بشره. خب کسی حق نداره فوشی بده و همه ما همونطور که آقای پرویزی گفتن باید به همه احترام بذاریم. دیدگاهتون رو عوض کنید، یه مقداری قشنگتر موضوع رو بررسی کنید. مرسی که این وقت رو من دادید. متشکرم از شما جناب آقای نوروزی. از همه دوستان هم تشکر میکنم که در این بحث شرکت کردن و نظرات خودشون رو گفتن. با اجازه همه دوستان و همکارانی که در جلسه هستن و اختیار مسئول جلسه که دارم، اجازه بدید که دیگه درباره این موضوع بحثی نشه و اگر دوستان تمایل دارن درباره این مسئله صحبت بکنیم، میتونیم یه جلسه ویژه در رابطه با این موضوع بذاریم و همه دوستان نظرات خودشون رو بگن، چون ما الان در رابطه با این یک بخش از جلسه امروز هست، ما نمیتونیم تمام وقت رو برای این موضوع اختصاص بدیم. بدون معطلی به سراغ سخنران بعد میریم، جناب آقای سید سعید نوری‌زاده با موضوع اشتغال زندانی در ایران. جناب آقای نوری‌زاده، ما شنونده سخنرانی شما هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی. صدای من دارین؟ بله صدای شما هست، بفرمایید. سخنرانی امروز من در مورد اشتغال زندانیان در زندان‌ها یا اردوگاه کار اجباری هستش. هر اون که گذشت به زندان افتاده باشد می‌داند که کار در زندان یعنی بیرون رفتن از چهار دیواری‌هایی که ممکن است سال‌ها یا تا ابد خانه زندانی باشد. این نیاز زندانیان که عموماً به دلایل ناخواسته عمدتاً چک، مهریه و جرایم مالی در زندان‌ها ماندگار می‌شوند، در سازمان زندان‌های ایران به محلی برای سودجویی مسئولان تبدیل شده است. آنها که سازوکار تعریف شده تولید، درآمد و بازپرداخت جریمه در قانون را به سبک خود اجرا می کنند و عملاً حقوق زندانی را نقض می کنند. در این شرایط زندانیان به بردگانی برای تولید ثروت مسئولان زندانیان تبدیل شده است و بند کارگری اردوگاه کار اجباری شده است. مقامات ایرانی اظهار نظرات نگران کننده مبنی بر بهره برداری از زندانیان به عنوان منابع نیروی کار ارزان کردند و بر اساس همین اظهار نظرها برخی معادن و کارگاه‌های خصوصی برای استخدام زندانیان با سود بیشتر با زندان‌ها قرارداد بستند. پیش از این کارخانه‌ها کارگران افغانی را استخدام می‌کردند چون ارزان‌تر بودند، اما امروز به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد در ایران زندانیان ایران مجبور به کار در این کارخانه‌ها شدند. گفتنی است که در ایران بخش موسوم به خصوصی عموماً از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران و همراه نهادها و سازمان‌های مذهبی تحت کنترل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده. تحت چنین شرایطی نیروی کار زندانیان به بخش‌های خصوصی و دولتی پیش‌فروش و دستمزدشان توسط این نهادها غارت می‌شود. برخی از این زندانیان برای پرداخت جرائم سنگین و وثیقه‌های صادر از سوی دادگاه‌های رژیم ناگزیرند تن به کار اجباری بدهند. دیگران با قول مرخصی و آزادی مشروط مجبور پذیرش این شرایط می شوند. عموماً زندانیان ایران نه تنها بابت هزینه زندان، بلکه برای تأمین هزینه های خانواده خود در خارج از زندان مجبور به کار اجباری یا با دستمزد بسیار پایین هستند. مسئولان قضایی ایران به کارگیری اجباری زندانیان را اشتغال زایی می خوانند و آن را یک اقدام مثبت در راستای بازپروری مجرمان توصیف می کنند. اما سازوکار فعالیت‌های حرفه‌ای در زندان‌های جمهوری اسلامی چیست و زمینه‌های قانون آن کدام است و در نهایت اینکه نگاه قانون‌گذار به کار زندانی در عمل چه وضعیتی را برای زندانیان ناگزیر فراهم آورده است؟ بر اساس تبصره زیر ماده 68 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در ایران، اشتغال به کار محکومان در صورت عدم ممنوعیت در حکم با تصویب شورای طبقه‌بندی و در صورت نیاز پس از گذراندن یک دوره حرفه آموزی و آموزشی بلامانع است و محکومان بر حسب پیشینه، سن، تابعیت، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات و وضعیت جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصصشان به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه آموزی و اشتغال
اشغال زندانیان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی معرفی می شود. اما آیا تخصص زندانیان در زندان استفاده می شود؟ دست کم می تونم بگم در مورد دانش آموختگان و دارندگان تحصیلات عالی اغلب آنها هرگز اجازه کار پیدا نمی کنند و مجبورن دوران حبس خود را در چارچوب زندان و بدون استفاده بهینه از ظرفیتشان سپری کنند. شاهد این مثال ادعا صدها متخصصی که در دهه گذشته به دلیل تلاطم‌های سیاسی راهی زندان ایران شدند، اما تقریبا همه آنها در طول دوران حبس خود دقیقه ای را به امور تخصصی خود نپرداختند. به دلیل ضعف ساختاری در سیستم زندانبانی جمهوری اسلامی و سطح پایین بهداشت و تغذیه و خدمات، اغلب مایحتاج زندانیان به صورت شخصی تهیه شده و قراردادهای زندان با بخش‌های خصوصی برای تأمین نیازهای چون تغذیه، بهداشت، تعمیرات و خدمات پزشکی و غیره، تجارت سیاه را پدید آورده که هزینه آن را زندانی به چند برابر ارزش واقعی آن می‌پردازد. کسب درآمد و نگهداری پول به طور رسمی در زندان ممنوع است، اما تبصره‌هایی بر این ممنوعیت‌ها وجود دارد و به طور غیررسمی زندانیانی که به نوعی در ارائه خدمات تبحر و اشتهار دارند با وسیله مبادله عرفی در زندان یعنی پاکت سیگار خدمات رو خود رو ارائه میدن و این منصفانه ترین وجه کار در زندانهای ایران ارزیابی میشود، چرا که هم کارفرما و هم کارگر در یک قرارداد نانوشته و بر سر و کار مبادله آن نظارت دارند و رضایت نیز معمولا حاصل است و شکل ساده و مورد قبولی هم برای حل اختلاف وجود دارد. اما موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که پای اجرای قانون و مجری آن یعنی سازمان زندان‌ها به ماجرا باز می‌شود. در این صورت کار زندانیان به عنوان امتیاز خود وسیله تجارت و منافع حاصل از کار او به همه می‌رسد الا خود زندانی و زندان و خانواده‌هایشان. ماده 127 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تأکید دارد که محکومان و متهمان می‌توانند با موافقت رئیس زندان در ساعات بیکاری و فراغت در آسایشگاه خود به کار دستی اشتغال داشته باشند. رسمی ترین نوع کار برای زندانیان اشتغال در کارگاه ها یا تبعید به مناطق دور افتاده برای کار در معادن است. بر اساس همین آیین نامه مواد اولیه باید از سوی فروشگاه ها تامین شود، اما همواره جلوی این امکان قانونی گرفته می شود تا در مرحله بعد مواد اولیه این نوع کارها به طور اختصاصی از زندان یا انجمن حمایت از زندانیان تهیه و در اختیار زندانی گذاشته شود و در این صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه یک چهارم از سود حاصله که کارشناسان زندان را تعیین می کنند به عنوان سهم سرمایه برداشته و به حساب صندوق مرکز یا زندان یا انجمن حمایت از محکومان واریز و بقیه به حساب محکوم منظور می گردد. زندانیانی برای رهایی چند سال از چارچوب تنگ محل حبس و کمک به تأمین هزینه عائله که در بیرون زندان چشم انتظار بازگشت نان‌آور خود هستند، مجبور به تن به این کار می‌دهند. دستمزد کارگران زندان بر اساس مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می‌دهند به صورت کارمزد به وسیله مدیر کل سازمان زندان استان تعیین می‌شود. ماده 130 همین آیین‌نامه پرداخت مزد ماهانه کارگر زندانیان را به این ترتیب اعلام کرده: 50% به حساب بانکی سرپرست موقت آنله تحت تکلف اشاره می‌کنم 50% حساب بانکی سرپرست موقت آنله تحت تکلف محکوم واریز می‌گردد، 25% به حساب محکوم واریز می‌شود که در موقع آزادی به او پرداخت گردد، 20% به حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می‌شود، 5% به جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد بین سازمان و محکومان شاغل اشتخاص داده می شود. در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکلف باشد، مبلغ 50% دستمزد ذکر شده در بند اول هم به حساب خود او واریز می گردد. اما واقعیت ماجرا دست کم در اردوگاه کار بیمزد زندان اوین که مرکز اشتغال و بازپروری زندانیان خوانده می شود چیز دیگری است. مرکز اشتغال زندان اوین شامل یک کارگاه استراجی و مبسازی است که روزانه محل کار و فعالیت زندانی است که 100 زندانی دارای جرم غیر خطرناک محسوب در سالن 7 بند 8 زندان اوین که به بند کارگری معروف است قصه های پرقصه‌ای از کار خود دارند.
آنها به دلایل همچون بدهی‌های مختصر مالی زندگی خود را در زندان سپری می‌کنند. آنها مجبورند روزی 6 روز در هفته روزی 7 ساعت کار کنند. تولیدات زندانی‌ها در کارگاه‌های زندان ساخت چین می‌خورد تا ارزش واقعی آنها در بازار قابل محاسبه و حسابرسی نباشد. کارگرانی که هم در حین کار آسیب می‌بینند از چرخه کار تولید و هم دریافت همون میزان درآمد اندک خارج می‌شوند و هر گونه اعتراضشان عواقب وخیمی برای آنها دون به دنبال خواهد داشت. در این چارچوب استثنا یک بخش از قانون نل به نل و خیلی سریع اعمال می شود. تبصره زیر ماده 12 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تاکید دارد که اگر محکوم صلاحیت حرفه آموزی و کار در محل یاد شده را نداشته باشد یا آن را از دست بدهد یا نظر رئیس سازمان مرکز به زندان بسته اعزام شود تا حبس مورد تصمیم نهایی از سوی شورای طبقه بندی و انضباطی گرفته شود مراتب به قاضی ناظر زندان برای اطلاع اعلام گردد و این یعنی قطع همان درآمد محدود و بازگشت دوباره به چهار دیواری حبس است. از آنجا که استعمار و کار اجباری از زندانیان نوعی بردهداری مدرن محسوب می شود و بدین ترتیب شایسته است که به عنوان بخشی مهم از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و رسیدگی جهانیان قرار گیرد. ممنون از اینکه به سخنان من گوش کردین. من مایک رها می کنم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای نوریزاده با موضوع سخنرانی خوبتون در رابطه با اشتغال زندانیان در ایران. بله، پیرو با صحبت‌های شما میتونم بگم اینکه حالا جرم به عنوان یک پدیده طبیعی تو همه جامعه ها اتفاق میفته، دفاع از جامعه در قبال مجرمان از دیباز مد نظر جوامع و دولت‌ها بوده، اجرای قوانین و مقررات جزئی از هر جامعه هستش و عرضم به حضورتون، ولی حالا مسئله کار زندانیان مثل هر موضوع دیگه‌ای با پیشرفت علوم انسانی و پیدایش مکاتب کیفری و عطف و توجه قانونگذار با دستاوردهای علمی مورد نظر سیر تکامل تدریجی خودش رو تی کرده. ولی کن این موضوع که وقتی کسی که حالا زندانیه، چه داخل زندان چه خارج از زندان، باید یه فکری برای کار و زندگیش بشه تا حداقل بتونه به زندگی عادی برگرده، ولی اینکه به کار اجباری و مشکلات این چنینی توی زندان بخواد دست و پنجه نرم کنه، این واقعا مسئله بسیار بد و مشکل سازی هستش. ممنونم از سخنرانی شما. اگر دوستان نظری دارن ما خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. در غیر این صورت به سراغ سخنران بعدیمون میریم و صحبت‌های ایشون رو شنونده هستیم. مرسی از همه عزیزان. در خدمت جناب آقای محمد رسول لامعی راوندی هستیم با موضوع وضعیت فرهنگیان در ایران. بله. آقای بفرمایید، هستیم خدمتتون. درود بر شما دوستان عزیز. بنده یک سخنرانی در مورد وضعیت فرهنگیان آماده کردم که برای شما عزیزان میخونم. معلمی فراتر از آن که یک شغل باشد، عشق است. آرامش خیال، تأمین نیازها و فراهم ساختن بستر لازم برای ایفای دقیق و صحیح مسئولیت معلمی توسط دولت میتواند آینده‌ای بهتر را با آموزش و تربیت مؤثر فرزندان این آب و خاک رقم بزند. در مورد معلمان و آموزش باید بگویم که مهمترین نقش معلم یاد دهندگی و تدریس فعال است و از طرف دیگر معلمان اگر با اندیشه آزاد و فکری باز به فعالیت‌های آموزشی بپردازند باعث میشه که اونها جسارت و روحیه بهتری در آموزش و تدریس داشته باشند. اما متاسفانه همونطور که همه دوستان مستحضر هستند، طی سالهای اخیر جامعه فرهنگیان کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند که با گذشت زمان و تغییر دولت‌های متعدد کمتر راه حلی برای رفع اونها اندیشیده شده. همه ساله با آغاز هفته معلم همایش‌های متعدد در
توصیف مقام معلم و ضرورت رفع مشکلات اونها برگزار میشه، ولی خروجی اونها تنها محدود به حرف میشه تا عمل. با گذشته هر سال این مشکلات با اوضاع کنونی کشور به چند برابر هم رسیده و روز به روز هم با گسترش تحریم ها و مشکلات داخلی و اوضاع بد اقتصادی بدتر شد. از طرفی هم ارتباط مستقیم بین این مشکلات معیشتی معلم ها و مشکلات آموزشی وجود داره که این خود زمینه ساز افت تحصیلی در آموزش و پرورش کشور شد. یک معلم نه کارانه ماهیانه داره، نه اضافه کار، نه حقوق مسکن داره و نه حق عیاب و ذهاب، نه حق ماموریت داره و نه حق شیفت، نه بن خرید کالا داره و نه کمک های غیر نقدی ماهانه، نه پاداش آخر سال داره و نه مانند برخی از کارکنان بام های چند ده میلیونی با درصد های پایین جهت خرید خودرو و آپارتمان داره. مهمترین مسئله که معلم ها و فرهنگیان بر اون تاکید دارن برقراری عدالت در احکام در مقایسه با سایر کارمندان دولت هستش. مهمترین خواسته های معلمان رو توجه جدی به مشکلات معیشتی خانواده فرهنگیان و میزان حقوق اونها توجه به مشکلات مدارس و کمبود سرانه پرداختی هر دانش آموز، توجه جدی به اجرای نظام رتبه بندی معلمان از سوی وزارت آموزش پرورش و تصویب این لایحه در مجلس می‌گیرد. لازم به ذکر که معلمان در تمام کشورها از آزادی بیان و انتقاد از شیوه های آموزشی، مدیریت و انتقاد از عملکرد دولت رو در جهت بهبود وضعیت آموزشی رو دارند. ولی این امر در کشور ما نه تنها قابل اجرا نیست، بلکه جرم هم هست و چه بسا بسیاری از فرهنگیان ما در زندان ها به سر میبرند و بسیاری هم اموالشون توسط همین دولت اختلاس شده و تمامی سرمایه اونها که سالها با مشکلات دست پنجه نرم کردن و برای آینده و دوران بازنشستگی پس انداز کردن به یغما رفته و وقتی هم پیگیر مطالبات خود باشن با تهدید و در نهایت بازداشت میشن. در اینجا این سوال به وجود میاد که آیا همین معلمان نیستن که پایه‌گذار و ستون اصلی جامعه و یک مملکت هستن؟ چرا در کشورهای دیگه نقش معلم در بالاترین نقطه و از بالاترین مزایا برخوردار هستن، ولی چرا در کشور ما اینگونه با معلمان و فرهنگیان رفتار می شود و اصلا شرایط اونها مهم نیست و از ابتدایی ترین حقوق خودشون یعنی آزادی اندیشه و بیان نیز برخوردار نیستند؟ مبارزات جنبش کارگری معلمان از سال 1400 وارد فاز جدیدی شد. کشیده شدن دامنه اعتصابات و تجمعات سراسری معلمان به بیش از 150 شهر، تجمعات بزرگ و بعضاً چندین هزار نفره آنها با حضور چشمگیر زنان و خواستهای رادیکال و پیشتاز آنان توجه کل جامعه را به سمت خودش کشاند و اعتراضات قدرتمند آنها حماسی شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این سال با اتکای هرچه بیشتر به نمایندگان منتخب مجامع عمومی، تشکل‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف، به اتحاد سراسری معلمان و سازماندهی مبارزاتشان در ابعادی گسترده تبدیل شد. به این شکل بود که معلم‌ها تونستن الگویی از تشکل سراسری و توده‌ای کارگری را با اتکا به مجمع عمومی و اعمال اراده مستقیم بدن معلمی به دست بیارن. از همین رو مبارزات اونها گامی عملی در پیشروی جنبش شورایی در سطح جامعه شد. معلمان با مبارزاتشون علیه فقر و تبعیض و نابرابری و با خواست تحصیل رایگان برای همه کودکان صدای اعتراض کل جامعه را نمایندگی کردند و بنابر موقعیت اجتماعی خود در اتصال با جمعیت میلیونی خانواده‌های دانش آموزان و کل جامعه تونستند بیشترین حمایت‌های اجتماعی را از مبارزات خود به دست بیارند. با اتکا به این نیروی بزرگ اجتماعی بود که اعتصابات و تجمعات سراسری معلمان شکل گرفت و اونها تونستند به قطب قدرتمندی در مبارزات کارگری تبدیل بشن. از جمله معلمان در مقابل حکومت کرونایی ایستادن و از تحصیل رایگان در همین ایام کرونایی برای نجات جان دانش آموزان سخن گفتن. به دنبال قتل منا حیدری، این قربانی قتل‌های ناموسی، مسببین قتل منا حیدری را کل این نظام و قوانین ضد انسانیش می‌خوان. آنها علیه کودک همسری و کودک مادری فریاد اعتراضشان بلند شد.
و بر آموزش غیر ایدئولوژیک و شاد و انسانی تاکید کردند. معلمان همچنین در مقابل سرکوبگری های حکومت ایستادند و با شعارهای گوناگون به صدای بکتاش آبتین ها تبدیل شد و در دفاع از همکاران خود که به دادگاه احضار می شدن صحنه بیدادگاه های حکومت رو به صحنه اعتراض خودشون تبدیل کرد. بدین ترتیب معلمان با مبارزاتشون در سال گذشته فضای اعتراض در تمام شهرها را تحرک و قدرت بخشیدن. همه این تحولات و رویدادها و اعتراضات بسیار گسترده بخش های مختلف کارگری معلمان در سال 1400 چهره نوین و متحولی به جنبش کارگری بخشیده. این جنبشی است که پیشاپیش جامعه حرکت کرده و دیگر محدود به مطالبات صرفاً صنفی نیست، بلکه این صدای قدرتمند و رساست که در دفاع از خیزش های مردمی بلند می شود علیه سرکوبگری های حکومت نیست. در اعتراض به کشتار جمعی حکومت کرونایی کیفر خاص می دهد و همصدا با مادران دادخواه است. این جنبشی است که چپاولگری های حکومت مافیایی حاکم را به چالش می کشد. روز جهانی زن را روز خود می داند. به حقوق های نجومی و تبعیض ها و نابرابری های اعتراض دارد و هر جا که سخن از شنیده نشود خود مستقیما وارد عمل شده و اعلام جنگ می دهد. این جنبشی است که معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، شعارش است و از آزادی و برابری سخن می‌گوید و ما بااستاب همه اینها را به روشنی در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها و در گفتمان‌های هر روزه جنبش کارگری معلمان و بخش‌های مختلف طبقه کارگر در مدیای اجتماعی می‌بینیم. این جنبشی است که با حرکت پرشتاب خود گفتمان‌های چپ رادیکال و انسانی را به گفتمان‌های کل جامعه تبدیل کرد و به نقطه اتحاد مبارزات بخش‌های مختلف جامعه برای داشتن زندگی انسانی تبدیل شده است. در سیر حرکت به جلو و پرشتاب این جنبش است که اعتصابات و تجمعات سراسری بخش‌های مختلف کارگری دارد به واقعیت‌های هر روزه جامعه تبدیل می‌شود. و در پایان اسامی چند یک از معلمانی که به دلیل بیان عقیده و اندیشه در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند براتون می‌خونم. آقای هاشم خواستار که این معلم بازنشسته بعد از بازجویی و بازپرسی‌های طولانی اولین دادگاهش در 28 دی ماه 98 در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد. در این دادگاه سید هاشم خواستار به 16 سال زندان و 3 سال ممنون خروجی و 3 سال تبدیل به نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده. آخرین دادگاه فرمایشی ایشون در 5 تیر ماه 99 در شعبه 149 دادگاه کیفری مشهد به ریاست قاضی هادی رحیم آبادی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی و نشر عکاسی برگزار شد. قابل ذکر که آقای هاشم خواستار در زمان بازپرسی و بازجویی از حق داشتن وکیل محروم بوده. گفتنی است که در هر سه دادگاهی برای آقای هاشم خواستار برگزار شد در پرونده ایشان نوشته شده به دلیل عجز از تودیه وثیقه فعلا در زندان هست، در حالی که خانواده ایشون اعلام کردن که آمادگی گذاشتن وثیقه برای آزادی ایشون رو داشتن. هاشم خواستار روز 12 مهر 99 در پیامی از زندان به مناسبت روز معلم گفت: از هموطنان ایرانی و آزادی خواه جهان و همه رسانه‌های جهان تشکر می‌کنم. وقتی ماموران اطلاعات مشهد در آبان 97 مرا از جلوی باغم رو بودن و به بیمارستان روانی بردن و یا بارها رژیم جمهوری اسلامی مرا بازداشت و به زندان برده و همکنون نیز در زندان هستم، پیوسته یار و یاور من و خانواده‌ام بودی که اگر شماها صدای من و خانواده‌ام نبودی من در صفحه روزگار نبودم. و همچنین معلم زندانی خانم زهرا محمدی ساکن سنندج، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئوپلیتیک دانشگاه بیرجند است، نیروهای اداره اطلاعات روز 2 خرداد 98 در هجوم به منزل خانم محمدی رو بازداشت کردند. وی پس از 6 ماه با وثیقه 700 میلیون تومانی و به طور موقت تا پایان اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. زهرا محمدی نهایتاً در تیر ماه 99 به اتهام تشکیل گروه علیه امنیت کشور به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. این در مهر ماه همان سال به 5 سال کاهش یافت
زهرا محمدی معلم زبان کردی 30 ساله روز شنبه 18 دی 1400 جهت اجرای حکم حبس 5 سال به زندان زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد. با انتشار خبر زندانی شدن این معلم زبان کردی، ده ها نفر از مردم سنندج برای بدرقه زهرا محمدی و ابراز خشم و ناراحتی از زندانی شدن او مقابل دادگستری سنندج تجمع کردند. خانم محمدی در جلوی زندان با جمع پرشوری از مردم سنندج مواجه شد که وی را بدرقه کردند. وی در این تجمع از مردم و حمایت آنها تشکر و قدردانی کرد و طی سخنان کوتاهی از جمله گفت: من انتظار نداشتم که این گونه با این تجمع من را راهی زندان کنید و این به من پشتگرمی بیشتری میدهد و مطمئن باشید که تمامی لحظاتی که در زندان هستم خاک بر سر آن دشمنی است که به زندان امید بسته است. و همینطور معلم زندانی اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، در تاریخ ششم تیر ماه 1394 زمانی که برای پیگیری علت ممنوع خروجی بودنش به دادسرای اوین رفته بود بازداشت شد. او شش ماه بعد از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. 5 سال آن قابل اجراست. این فعال صنفی اردیبهشت 99 در حالی که در مرخصی یک ماهه به سر می برد و قاعدتا دوران زندانش نیز تمام شده بود، مجدداً به زندان فراخوانده شد. به گفته وکیل اسماعیل عبدی، حکم 10 سال حبس تعلیقی او که در سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دولت متخاصم صادر شده بود به جریان افتاده و این فعال صنفی باید 10 سال در زندان بماند. مهر ماه سال گذشته درخواست اسماعیل عبدی برای اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شده. تمامی این اتهامات تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی و سندیکایی اسماعیل عبدی به او وارد شده. او در یک پیام صوتی تاکید کرد که تنها خواستش جرم‌زدایی از فعالیت‌های صنفی است. در اینجا از همه دوستان تشکر می‌کنم که به سخنرانی بنده گوش کردند. بنده مایک رو رها می‌کنم. ممنونم از شما جناب آقای لامه‌ای محترم برای مطالب خوبی که عنوان کردید. بله، آموزش و پرورش با کیفیت توی همه جوامع دنیا مد نظر هستش و مسئله‌ای که هست این هستش که دنیا متوجه این شده که آموزش و پرورش چه نقش بسزایی برای آینده اون کشور میتونه ایفا کنه، چون نسل آینده رو میخواد تربیت کنه. اما در ایران مسئله آموزش و پرورش مشکلات بسیار زیادی داره. همطور که میبینید فرهنگیان ما مشکل معیشت رو دارن و عرضم به حضورتون سال هاست که حقوق و مزایای خودشون رو مطالبه میکنن بیان که پاسخی در خور بگیرن. نقش معلم نه آموزش که انتقال محتوای منتخب از سوی کارشناسانی هستش که گویا به نقش نظام آموزش و پرورش در شکلگیری فرهنگ نسل‌ها آگاه نیستند. بودجه این وزارتخانه با کسر معادل 1/3 کل بودجه مواجهه و این وزارتخانه از پرداخت مناسب حقوق و مزایای کارکنان خودش هم عاجزه که در نتیجه نمیتونه انتظاری از اون برای ارتقای آموزش کیفی کشور داشته باشه. ساختار آموزشی مناسب دانش آموزان نیست، به همین دلیل آموزگار هم تحت فشار قرار میگیره و میشه به این صورتی که الان شاهد اون هستیم اعتراضات سراسری و همیشگی فرهنگیان برای مطالبات حقوق از دست رفته خودشون. دوستان گرامی اگر در این باره نظری دارند خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. در غیر این صورت به سراغ آقای منفرد بفرمید. آقای منفرد سلام خدمت دوستان عزیز، بسیار ممنون از موضوع خوبی که دوست عزیزمون اجرا کردن. به طور کافی و وافی به همه ابعاد مشکلات آموزش پرورش پرداختن ایشون. فقط یک موضوعی که من می‌خواستم خدمت دوستان بگم، متاسفانه توی نظام آموزشی ما
و سیستم وزارت آموزش پرورش وقتی ریالی میخواد به حقوق فرهنگیان اضافه بشه برعکس دیگر ارگان‌ها که مسکوت میمونه و جایی گفته نمیشه، در آموزش پرورش در تمامی رسانه‌ها این بولد میشه و گفته میشه، در صورتی که به اون چیزی که باید تعلق بگیرم نمیرسه. ما از حدوداً سال 92 و حتی قبلترش، ولی 92 به صورت رسمی تر بحث نظام رتبه بندی و افزایش حقوق فرهنگیان و همترازی 80% با هیئت علمی مطرح شد، ولی تا به الان هنوز اجرایی نشده و به خاطر همین الان ما یکی دو سال هست که فرهنگیان به صورت مستمر دارن اعتراضات خیابانی و مدنی خودشون رو انجام میدن، ولی تا کنون هنوز هیچ اتفاقی حاصل نشده. در سال گذشته گفتن که از مهر ماه اجرایی میشه و این اجرایی نشد. و چیزی که هست، فرهنگیان از این بابت وقتی که یک بحث افزایش حقوق اتفاق میفته همه به این نگاه میکنن که بله فرهنگیان دارن پولی رو میگیرن و تعطیلات بسیار زیادی رو دارن و یک قشری هستن که دارن راحت و بی دردسر پولی رو دریافت میکنن، در صورتی که در ایام کرونا ما دیدیم که به چه شکل خانواده ها از این که نمیتونن فرزندانشون رو توی خونه نگه دارن آسیب بودن و نشون داد که نقش معلمان و فرهنگیان در پرورش نسل آینده و تحمل 30 دانش آموز در یک اتاق بسیار سخته. این موردی بود که خدمت دوستان میخواستم بگم و تا کنون هنوز اتفاق نیفتاده و در مضحکانه ترین بندی که در قانون رتبه بندی معلمان اومده عنوان کرده 1 ساعت تدریس فرهنگیان در دانشگاه برابری میکنه با 30 سال تدریس یک معلم در آموزش پرورش. این به جد داره خدمت یک فرهنگی رو زیر سوال میبره. ممنون از شما. مرسی آقای منفرد. متاسفانه دوستان صدای شما رو ضعیف داشتن و ظاهراً زیاد واضح نبوده صداتون. البته من خودم صدا مشکل نداشتم برای صدا، ولی کن دوستان توی چت اعلام کردن که صداتون ضعیفه. حالا اگر میتونید یک بار دیگه مطالبی که گفتین رو به بلندتر بگید، شاید دوستان دوست داشته باشن شنونده اون باشن. الان صدای من داخل گروه هست، لطف می‌فرمایید دوستان راهنمایی بفرمایید. من صداتون رو دارم، واضح هم دارم. بله الان خیلی بهتره. من عذرخواهی می‌کنم. من موضوعی که خدمت شما دوستان عرض کردم این بود که ابتدا تشکر میکنم از دوست عزیزمون که در خصوص فرهنگیان به صورت کامل پرداختن و یکی یک موضوعات مشکلاتی که در آموزش پرورش هست، کسری ها و فرهنگیانی که الان در بند هستن و متاسفانه فقط به خاطر خواسته های صنفی دارن دوران حبس رو تحمل میکنن. من به موضوعی که خیلی بولد شد و همین موضوع الان از سال 92 به صورت رسمی تر و حتی قبلترش بحث رتبه بندی فرهنگیان و همترازی 80% حقوق فرهنگیان با اساتید دانشگاه مطرح شد. متاسفانه ما توی فرهنگیان یک فیش حقوقی داریم و یک حکم کارگزینی، یعنی عیناً هر چیزی که در حکم کارگزینی اتفاق میفته بدون ریالی اضافتر در فیش حقوقی هم اتفاق میفته. اگر مبلغ 2 میلیون باشه همون 2 میلیون میاد و اون مبالغی که باید بابت بیمه اونها کم بشه کم میشه، ولی در دیگر ارگان ها ما شاهد هستیم که حکم کارگزینی با اون فیشی که به شخص تعلق میگیره زمین تا آسمون متفاوته. تا الان که بحث رتبه بندی و همکاران فرهنگی ما 2 سال به صورت منظم دارن توی خیابان ها اعتراضاتشون انجام میده و با برخوردهای متاسفانه بسیار بدی برخورد میکنن و جدیدترینش اینه که جلوی اداره کل آموزش پرورش استان فارس که یک خیابون یک طرفه هست و ترافیک بسیار بسیار روان و آرومی رو داره دوربین مدار بسته نصب کردن و عنوان کردن این دوربین فقط به خاطر بحث ترافیکه که کاملا مضحکانه بود. و چیزی که هست
اینقدر اون بحث یک ریالی که میخواد به فرهنگی ها اضافه بشه رو بولدش میکنن و همه جامعه رو بر علیه فرهنگی ها میشورونن که آره فرهنگیان دارن حقوق اضافه میگیرن، من عذرخواهی میکنم، یا مفتی میگیرن و کار خاصی انجام نمیدن. در صورت که در ایام کرونا ما دیدیم که خیلی از خانواده ها در از پس این که بخوان یه فرزند یا دو فرزندشون در خونه آموزش آنلاین رو انجام بدن از پسش بر نمی اومدن و التماسشون این بود که دوباره مدارس حضوری بشه، در صورتی که فرهنگیان، حالا ما اشکال در آموزش پرورش فرهنگی ها هست، این هیچ کس نمیتونه کتمان کنه، در هر ارگانی معضلات و ضعف های حتی پرسونلی وجود داره، ولی اینکه فرهنگیان با فراغ بال و با صبر بسیار میان در زمینه آموزش فرزندان تلاشی رو که میتونن انجام بدن رو انجام میدن، این رو زیر سوال بردن واقعا اجحافه و راه به مسیر اشتباهی میبره. من در خدمتتون هستم. ممنونم از شما برای صحبت های مفیدی که انجام دادید. اگر دوستان در این زمینه صحبتی دارن در رابطه با صحبت‌های آقای لامعی و موضوع سخنرانیشون، خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. بله آقای تقی‌پور. سپاسگزارم از شما. بحث بر سر مطالبات جامعه فرهنگیان ایران هست. ببینید فرهنگیان ایران همونطور که دوست عزیز قبلی هم گفتن از جمله شهروندانی هستن که حالا در مطالبات خودشون بر حق تحصیل رایگان هم خیلی پافشاری دارن و تأکید میکنن و این واقعا قابل احترام هست و قابل تقدیر که فرهنگیان واقعا فقط برای حق خودشون تلاش نمیکنن بلکه برای نسلهای آینده هم در تلاش هستن، برای حقوق کودکان هم دارن تلاش میکنند و تجمعات اعتراضی رو برگزار میکنند. اما اتهاماتی رو که این فرهنگیان، این فعالان صنفی در مزان اون قرار میگیرند در مراحل بازجویی خیلی اتهامات جالبی هست. از جمله مثلا آقای اسماعیل عبدی رو شما نگاه بکنید. آقای اسماعیل عبدی رو مثلا بهش پرونده اول که بازداشت شد به ایشون یه تهمتی زده بودن مبنی بر این که تو ارتباط داری با سازمان‌های جاسوسی خارج از کشور. و یا آقای محمد حبیبی که حالا مطالباتش مطالبات صنفی بود، ایشون رو وصف کرده بودن به احزابی مثل حالا حزب کمونیست کارگری یا از اینجور احزاب. در مجموع نگاه جمهوری اسلامی دوستان نگاهی هستش که توأم با سفسطه و تفسیر به رأیه. نگاهی هستش که همیشه سعی میکنه از تمام موارد، تمام موضوعات همیشه طوری برخورد بکنه با افراد، فرقی نمیکنه فعالان مدنی، فعالان صنفی، فعالان حقوق بشر، حتی فعالان سیاسی و دیگر اندیشان مذهبی، فرقی نمیکنه برای همه اینها سعی میکنه همیشه به نوعی طوری پرونده این افراد رو به قول معروف اون ضابط امنیتی میچینه که همیشه سعی کنه حق رو به خودش بده و روند دادرسی پرونده های فعالان صنفی و فعالان مدنی رو هم میبینید که به خاطر نبود آزادی بیان، به خاطر محرومیت از حق دادرسی عادلانه و تبصره‌ای به نام تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اینها رو محروم میکنن حتی در دوران بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل. و همین مسئله باعث میشه که پرونده حتی در زمانی که ارجاع میشه بیشتر مواقع به دادگاه‌های انقلاب، قاضی‌ها میان یک سری وکلایی رو که در یک لیست 20 نفره 30 نفره هست بر طبق تبصره ماده 48 میان میگن آقا از این لیست شما مجبور هستین انتخاب بکنید. بعد از اینکه حکم اینها در مرحله بدوی صادر میشه میگن آقا این حکمت، حالا میتونی وکیل بیاری حالا اعتراض بکنه تو تجدید نظر که اونم کار از کار گذشته. اینها نمادی هستش از اینکه نشون میده که در ایران علاوه بر اینکه موارد نقض حقوق بشر به شکل گسترده‌ای به واسطه ایدئولوژیک بودن این حکومت و اسلامی بودن این حکومت وجود داره، حق دادرسی عادلانه هم می‌بینیم که رعایت نمیشه. چرا که در
قوانین جاری ایران هم شما نگاه بکنید، ماده 5 آیین دادرسی کیفری بر رعایت حق دادرسی متهم تاکید شده، حق متهم رو برای دسترسی به وکیل و رعایت سایر حقوق دفاعی متهم باید به رسمیت بشناسن، ولی ما میبینیم که این حکومت قوانینی رو که خودش هم تدوینگر اونه و ادعای عمل به اون رو داره اون رو هم نقض میکنه و قانون آیین دادرسی کیفری که خودشون ادعا میکنن قبول دارن و مورد تصویب خودشون هم هست و همونطور که گفتم در ماده 5ش هم تاکید بر این مسئله شده، رعایت حق دادرسی عادلانه برای متهم، رعایت دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت، این رو هم خودشون نقض میکنن به واسطه همون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری. و اینها تماما مواردی هستش که باعث نقض گسترده به قولی حقوق بشر در ایران میشه. سپاسگزارم، مایک آزاد. متشکرم از شما برای نظراتتون. اگر دوستان نظری دارن خوشحال میشیم شنونده اون باشیم. بسیار عالی. پس بدون مقدمه و بدون اتلاف وقت به سراغ بحث آزاد با موضوع حق زندگی سالم برای همه به مناسبت روز بین المللی کره زمین میریم. همطور که اطلاع داری در سال روز 22 آوریل برابر با دوم اردیبهشت در سراسر جهان با هدف حمایت از اقداماتی که در راستای حفاظت از محیط زیست انجام میشه روز زمین نامگذاری شده. حق بر محیط زیست به عنوان یکی از اقلام حقوق بشر، یعنی داشتن محیط زیستی سالم، همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادین انسان ها محسوب میشه که دو موضوع اخیر در قالب نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی و نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح میشه و حق داشتن محیط زیست سالم جز مقوله سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی تلقی میگرد. در راستای شناسایی و تدوین این حق‌ها، مسئله پیوند حقوق بشر با حفاظت از محیط زیست به ویژه از سال 1970 مورد توجه و پذیرش محافل بین‌المللی قرار گرفته. ابتدا در اعلامیه استکهلم 1972 و سپس در منشور جهانی طبیعت، پیشنویس میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی و اعلامیه 1992 ریو. اما در کنار این سلسله اسناد بین المللی، غیر از الزام آور بین المللی غیر الزام آور منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام و همچنین پروتکل الحاقی سان سالوادور معروف به کنوانسیون های حقوق بشر، اگرچه محدود به حقوق بشر منطقه‌ای هستند، لیکن در هر حال به مفهوم حقوق بشر زیست محیطی جلوه الزام آور حقوقی دادن. شناسایی حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق همبستگی به دلیل ویژگی این حق هستش که ویژگی برجسته حقوق همبستگی افزایش تعداد تابعان و بازان حقوق و تکالیف بشری و تعلیم حقوق و تکلیف بین المللی به اشخاصی غیر از دولت هاست. این حق دارای بعد فردی و جمعی بهره‌مندی از محیط زیست سالم و بهداشتی، ضمن اون که حق همگانیه بلکه رعایت اون نیز تکلیفی عام و همگانی هستش. بنابراین باید تلاش کرد تا با گسترش همکاری بین المللی و گذر از همکاری به همبستگی بین المللی راه حل های جهان شمولی برای حفظ زیست رو هموار ساخت و از این رهگذر ضمن تضمین محیط زیستی سالم و مناسب برای فعالیت های انسانی و سعادت بشری زمینه استیفای واقعی حقوق بشر رو فراهم کرد. حالا با این مقدمه دوست دارم شنونده شما باشم و سوال رو مطرح کنم که در زمینه حفظ محیط زیست نقش ما چیه به عنوان یه فرد معمولی توی جامعه
همیشه که نباید ما از دولت‌ها و یا حکومت‌ها توقع کاری رو داشته باشیم. یه سری مسائل هم مربوط به خود ما مردم عامه میشه. نقش ما چیه توی جامعه؟ چه کارهایی رو میتونیم برای بهتر شدن محیط زیستمون انجام بدیم؟ اگر دوستان نظری دارن من خوشحال میشم که با هم به بحث و تبادل نظر بپردازیم. بله آقای امین اولوردی مایک بر شما آزاد، بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز و همکاران حاضر در جلسه. بله همینجور که شما فرمودین بحث محیط زیست خیلی بحث مهمیه. هر شخصی به عنوان یه فردی از یه جامعه به نظر من وظیفه داره که محیط اطراف خودشو هم برای خانواده خودش هم برای دیگران سالم و امن نگه داره. یکی از اون چیزا رعایت حفظ محیط زیسته. اما به صورت کلان اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، حفظ محیط زیست یه بحث دو طرف است. یعنی هم دستگاه‌هایی که به این قضیه مربوطن با طریق قانون‌گذاری و حراست بعد سعی تلاش خودشونو بکنن، هم تک تک افراد جامعه. متاسفانه در ایران ما جامعهمون میتونیم بگیم به دو بخش کلی، کسایی که اصلا رعایت نمیکنن و کسایی که واقعا دغدغه‌مندن. بیشتر اون کسایی که در محیطهای سرسبز و طبیعی و بکر زندگی میکنن خودشون دغدغه حفظ اون محیط دارن، اما دستگاه‌ها و اون سازمانهایی که مربوط به اون بخش ها هستن متاسفانه نه تنها دغدغه‌ای ندارن بلکه تیشه به ریشه طبیعت میزنن. البته در چند سال اخیر به نظرم خیلی فرهنگسازی بیشتر شده و مردم خیلی رعایت میکنن، اما بازم دیدیم که توی همین سیزده بدر گذشته تصاویری از ایران پخش میشد که واقعا جای تأسف داشت. البته از یه طرف هم جای خوشحالی داشت، از یه طرف مردم اون بخشی که اهل تفریح و گشت و گذار بودن یه مقدار آلودگی ایجاد کرده بودن، یه قشر دیگه از مردم اونا رو جمع‌آوری و پاکسازی میکنن و این خیلی جای خوشحالی داشت. اما به صورت کلان اگه بخوایم بگیم تو سیاست 40 ساله جمهوری اسلامی یه جور دشمنی علنی که همه دیگه به وضوح دارن میبینن با محیط زیست و کلن با طبیعت و حیات وحش ایران، از جمله حیوانات، گیاهان، درختان، اصلا یه اعلام جنگی انگال کردن با طبیعت ایران. میبینیم که به صورت تورهای بین المللی شکارچی ها رو میارن حیواناتی که رو به انقراضان شکار میکنن، جنگل ها رو سه تا از امام جمعه های شمال ایران بین خودشون تقسیم کردن، درخت ها رو میفروشن. از یه طرف هم فرق در قسمت زاگرس باعث شده که بعضی از مردم اقدام به از بین بردن عمدی درخت ها بکنن که این هم واقعا صدمه زیادی به محیط زیست میزنن. از طرف هم بحث ریزگرد هاست که اصلا دولت هیچ رسیدگی بهش نداره، یعنی اصلا انگار عمدن رها کردن این روزی که مردم هم بیشه اذیت باشن. ولی به نظر من خود عامه مردم خیلی علاوه حفظ محیط زیست نسبت به میشه با 20 سال گذشته یا 10 سال گذشته خیلی فرهنگسازی بهتر بوده، خیلی پیشرفت کردن. اما متاسفانه دولت و مخصوصا سازمان محیط زیست که اصلا محیط بانا را جاسوس میدونه، یعنی شما اگه دغدغه محیط زیست دارین باید پی زندان و شکنجه و اینجور چیزا به خودتون بمالید. ممنونم ازت. مرسی از شما. بله من هم با صحبت شما موافقم. متاسفانه عدم رسیدگی به منابع طبیعی و محیط زیست از طرف دولت ایران همیشه مشکلات بسیاری رو داشته و خواهد داشت. حالا مسئله اینجاست که دوست دارم از دوستان نظرات آقای حسنزاده و دوستان دیگر رو هم بشنویم و بعد در رابطه با این موضوع و سوالای دیگه مطرح میکنیم. آقای حسنزاده ما هستیم خدمت شما، بفرمایید. بله درود بر شما. یه نکته اشاره کردین در مورد حق این که ما محیط زیستمون رو خودمون مردم نگه داریم و یه بخشش هم خب بله همونجور که گفتن برمیگرده به دولت ها.
ما میبینیم تو کشورهایی که به هر حال در مثلا اروپای قاره سبز معروفه، چون آبش فراوونه و ممکنه یک کمی از قوت خاکش کمتر باشه نسبت به مناطق مدیترانه و کشور ما، اما خود دولت داره یه اقداماتی برای نجات محیط زیستش انجام میده و اونا رو مهم میدونه و در کنارش یه سری فرهنگسازی از بچگی به شهروندان یاد میدن که تا بزرگسالی اینا نتیجهشو ببینن. توی ایران متاسفانه بحث از آشغال توی صحرا ریختن یا کنار رودخانه و کنار دریاها ریختن گذشته، یه بخش عمده‌ای توی این مسیر دارن حرکت میکنن. ما فعالان محیط زیستی داریم که کاملا براشون مشهود شده که دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای به خوشسالی کشوندن و به قحطی کشوندن کل ایرانه. این مسئله کوچیکی نیست که بخوایم از روش بگذریم و صرفا به یه اطلاعیه تو کانون بسنده کنیم و تمام که ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم در قبال حقوق بشر ایران. خدمتون عارضم اگر شما دقت کنید کشور همسایه شرقی رود هیرمند رو میبنده و دیگه ورودی به ایران نداره رود هیرمند، و دقیقا در همین چند وقت اخیر میلیون ها دلار ترکیه خرج کرده تا رود ارس رو خشک کنه و تو این زمینه موفق بوده. رود ارس هم در شمال غربی ایران کاملا خشک شده. شما ساختار پلی که روی دریاچه ارومیه ساخته شد و عملا یکی از فاکتورهای مهم خوشسالی توی این منطقه بود رو شاهدین تو طول سالهای گذشته. تمام اینها قدمهایی هست، قدمهایی که دیگه به حدس و گمان نیست که من الان مایکو بگیرم بگم حدس و گمان من اینه، نه خیر، اینا قدمهاییه که برای کشوندن ایران به یک قحطی و یک خوشسالی طولانی مدت که متاسفانه پیشبینی تمام کارشناسان هم اینه که اگر این قحطی صورت بگیره تا 10 سال طول خواهد کشید. این 10 سال میشه عمر جمهوری اسلامی. این 10 سال کمک میکنه به نقشه های شومی که متاسفانه مجریان کشورهای شرقی و غربی دارن برای ایران طرح کرده بودن و طولانی مدت هم هست. جوری هشدار بالا هست که مردم ایران از همین الان دنبال نون و آب خودشون هستن که ذخیره کنن، چون واقعا به خوشسالی کشوندن کارون، زاینده رود، هیرمند، ارس، بعدش هم اترک، اینا باعث خوشسالی شدیدی میشه که حتی در شاید دهه دیگه یک چشم داشته خیلی عمیقی هم به وضعیت دریاچه خزر دارن، چون دریاچه خزر هم تحت تهدید هست. آرال روسیه خوش شد چون اون منطقه به خاطر مسائل سیاسی مورد اهمیت قرار نگرفت از طرف روسیه و همچنین کشورهای اون منطقه. دریاچه ارومیه رو به راحتی با تکنولوژی خشکش کردن. زمان از اون زمان گذشته که بیل و کلنگ بردارن به منابع تاریخی و ملیمون بیفتن. زمان به اون زمانی رسیده که به صورت علمی و به صورت یک دوره طولانی بتونن نقشه های شومشون رو متاسفانه عملی کنن. من هشدار میدم به دوستان که روی این قضیه لطفاً دقت کنید، یکم مطالعاتون رو بالا ببرید و ایران رو دارن به جایی میکشونن که مثل جنگ ایران و عراق، مثل وضعیت کرونا، یک نابسامانی و هرج و مرجی باشه که بتونن به کمک اون عمر دولت جمهوری اسلامی رو بالاتر ببرن. حالا چه از قرارداد با چین و روسیه گرفته تا یه زمانی که حالا یه نفر دیگه مثل آقای رفسنجانی بلند شه طرفدار انگلیس باشه. فعلا به گفته ای انگلیس ما مرده، روسیه همون زنده است توی کشور، تا ببینیم چی اتفاقی بر سر مردم ایران میفته. مرسی، وقت بنده. ممنونم از شما آقای منفرد، شنونده شما هستیم. ممنون از شما. من در خصوص بحث حفاظت محیط زیست و محیط زیست فکر میکنم ساعت‌ها میشه در رابطه با این صحبت کرد، ولی از نظر بنده اینه که
اگر بخوایم نگاه کنیم، این که ما در نظر بگیریم مردم باید در این قضیه دخیل باشن، بله مردم باید دخیل باشن، ولی اگر نگاه کنیم زیربنای ترین امر آموزشه و آموزش تنها از طریق آموزش و پرورش نیست، رسانه ها و ارگان هایی که متولی امر محیط زیست هستن یک به یک همه مسئول هستن در این که بحث علاقمندی به محیط زیست رو در افراد نهادینه کنن. وقتی که این هم نهادینه شد به راحت ترین شکل، مثل دولت آلمان که وقتی میاد برای فانهایی که روی بطری های نوشیدنی هست قرار میده، با یک سیاست بسیار ساده افراد رو ملزم میکنه که اون بطری ها رو داخل طبیعت نریزن، یک حس داشته باشن که آره این بطری رو برگردونن، یک از سرمایهشون کم نشه و از این طریق میزان بسیار بسیار کمی بطری رو ما میبینیم داخل طبیعت ریخته. با اینکه باز هم این سیاست ایجاد شده، باز هم افرادی هستن که بی تفاوت بگذارن و داخل طبیعت بیاندازن، ولی که ما وقتی میام نگاه میکنیم سیاست های اشتباهی که گرفته شده، حالا بیشتر در نظام جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم که با دادن مجوزهای بیشمار قانونی برای حفر چاه و حفرهای چاهای غیرقانونی، اجازه شکارها، تمدید مجوزهای اسلحه، هر 5 سال یا 10 سال تمدید شدن اسلحه هایی که به صورت غیرمجاز هست و افراد بتونن بیش از پیش اسلحه داشته باشن و بتونن بیش از پیش به تخریب طبیعت بپردازن، همه اینها نشأت گرفته از یک آموزش ناصحیحه. وقتی آموزش اتفاق بیفته، افراد وجدان شخصیشون بیدار میشه و نسبت به تأمین طبیعت و حفاظت طبیعت بیشتر تلاش میکنن و طبیعت رو برای الان نمیدونن، برای نسلهای بعدتر هم میدونن و نسبت به اون خودشون رو مسئول میدونن. و در کنار اون سیستم های نظارتی از دل خود همین مردم نشأت میگیره و شکل میگیره و باعث میشه بر اون دستگاه هایی که امن و متولی بحث حفاظت محیط هستن، حفاظت محیط زیست هستن، بیشتر نظارت کنن و یک چرخه و یک دوری اتفاق میفته که همه روی هم نظارت دارن و باعث میشه که بتونه محیط زیست باز هم زنده تر باشه. اگر این آموزش ها اتفاق می افتاد، مطمئنا بحث سدسازی های ناصحی، بحث ایجاد کارخانه های فولاد در مناطق کویری که یک مکانیابی های اشتباه هست دیگه اتفاق نمی افتاد و خود مردم و می تونستن بر این هم نظارت کنن و مانع این هم بشن. همه اینها نشأت گرفته از یک چیز، اونم عدم آموزش صحیح، که میتونیم بگیم بیشتر نشون میده که خود نظام جمهوری اسلامی خودش راقب نیست این آموزش اتفاق بیفته و تبعات بعدش صورت بگیره. ممنون از شما. متشکرم از شما. بله، من پیرو به صحبت هایی که دوستان انجام دادن لازم بگم که درسته که مسئله محیط زیست و اهمیت دادن به اون یه مسئله دو طرف است بین حالا اون دولت ها و مردم، اما میشه گفت بیشترش برمیگرده به دولت ها به خاطر اینکه میتونن با آموزش و فرهنگ سازی باعث بشن که یه سری مسائل توی جامعه نهادینه بشه و مردم هم بهش توجه بیشتری بکنن. مثلا مثل هم مثالی که آقای منفرد زدن که دولت آلمان، حالا توی کشور آلمان روی بطری‌ها علامت بازیافت زده شده و در ازای پس دادن این بطری‌ها به دستگاه شما یه مبلغی هزینه رو پس میده. شاید هنوز کسایی باشن که بطریشون رو توی محیط زیست بیاندازن، ولی خب اونها نقش خودشون رو برای حفظ محیط زیست انجام دادن و رفته رفته این فرهنگ سازی میشه و قطعا افراد بیشتری به اون مسئله توجه میکنن. و اینکه حالا اینکه حفظ محیط زیست چرا اینقدر اهمیت داره و چه نقشی توی زندگی ما و برای حفظش برای آیندگان داره، دوستان در مورد این موضوع هم نظر دوستان رو بشنوم. اول صحبت آقای
امینه گلوردی رو میشنویم، بعد در رابطه با این موضوع هم دوست دارم صحبت کنیم. ممنونم ازتون که این فرصت رو دوباره من دادین. پیرو به حرفای دوستان، می‌خواستم یه نکته رو اشاره کنم بهش که ما یکی از معضلاتی که کلا تو سیستم نظام جمهوری اسلامی داریم عدم آگاهی و تخصصی نبودن پست‌هایی است که مدیرای جمهوری اسلامی به دست می‌گیرن. من یادم تقریبا یک سال پیش بود داشتم مقاله می‌خوندم از یکی از کارشناسای محیط زیست و خشکسالی در ایران که این شخص میگفت که توی روزنامه‌های خود جمهوری اسلامی بود، میگفت من به وزیر زمان دولت انرژی دولت آقای احمدی‌نژاد هشدار بهش میدادم، میگفتم که زاینده رود داره خوش میشه، اصفهان ممکنه بیاب بشه، ما دریاچه خزر، دریاچه ارومیه ممکنه خوش بشه. میگم منم مورد شماتت قرار میداد و مسخره میکرد، میگم آخه این چه حرفیه، جون رودخونه که آب داره، این چه حرفیه شما میزنی، این همه آب هست، شما این شما بحثتون بحث امنیتی. و حالا میبینیم که نتیجه شد در دوره آقای احمدی‌نژاد 5000 حلقه چاه اطراف دریاچه ارومیه زده شد. یعنی اینا فقط با چشم میومدن میدیدن، میگفتن خب دریاچه که آب داره، خب همه استفاده بکنن، چه اشکالی داره، یا مثلا میگفتن رودخونه که آب. ولی جالبه شما اولین هشدارهای خشکسالی گسترده در ایران در دهه 40، در دهه 40 شمسی کارشناسانی که در اون زمان در ایران زندگی میکردن هشدار داده بودن که ما مثلا 40 سال یا 50 سال آینده به خوب اینا نگاه میکردن شرایط اقلیمی کره زمین رو، البته فقط ایران نیست، شما تمام کشورهای دور اطرافمون رو که نگاه، حتی همین اروپا، شما از همین آلمانی ها اگه بپرسین عکسای مال 10 سال پیش مثلا زمستونای آلمان رو با الان مقایسه بکنی خیلی فرق میکنه، یا طبیعت آلمان رو، کسایی که مثلا خودم مثلا چندین سال اینجا هر سال متوجه میشم که فصلا در حال تغییر کردنن یا دمای هوا در حال تغییر، کلا شرایط اقلیمی چیزی که حتی مردم عادی هم متوجه شدن که توی ایران مخصوصا شما با خشکسالی گسترده روبرو هستیم. فرای این که اصلا شما به محیط زیست اهمیت بدین یا ندین، یا آتش‌سوزی ها عمدی باشه یا نباشه، این هشداری که هر سال سازمان ملل یا سازمان گوناگون دارن میدن که میگن آقا رعایت کنید. حالا یه سری کشورها رعایت میکنن مثل کشورها اروپایی، و یه سری کشورها هم اصلا براشون مهم نیه، یعنی دغدغه ندارن این که شما محیط زیست چی هست. وقتی نظام به قول دوستان ایدئولوژیک میشه، میگه که فقط نظام باشه، حالا کجا باشه براشون مهم نیه، یعنی اینا توی بیابون براهوتی هم که باشن میگن خب برای ما مهم نیه، اون مردمه که میخوان توی گرما باشه، ما زیر کولریم، اونایی که حالا کولر ندارن اونا به فکر خودشون باشن. کم به نظر من معضلات همین است که مدیرها نه تنها تخصص ندارن که دغدغه هم ندارن، یعنی اون مدیر اصلا خودش میان مثلا استانداری میذارن برای منطقه خاص، اصلا اون شخص مال اونجا نیست، خانواده‌اش اصلا اونجا زندگی نمیکنه. خیلی جالب، مثلا هر هفته با هواپیما میاد میره، نمونهش هم استاندار خوزستان قبلیه که خیلی هم جنجالی بود، مثلا سیل اومده بود میگفت هیچ مشکلی نیست، آب اومده خیس میشیم فقط، منظورش خودش بودی فقط که افشاش خیس میشه، داره اونا که خونه هاشون آب برده بود اصلا برایش مهم نبود. ممنونم ازت. مرسی از شما. بله خب تغییرات آب و هوایی طبق صحبتی که شما کردید همیشه هستش، و چیزی که الان داره اتفاق میفته شاید 10 سال پیش آب و هوا به شکل دیگه ای بوده، ولی خب با رعایت کردن یک سری موارد ما روند اون رو میخوایم کنتر کنیم و یه جورایی کمتر بهش آسیب بزنیم ما انسان ها. مسئله اون هستش، و اینکه حالا نقش دولت ها چی میتونه باشه در این زمینه، دوستان در این مورد هم صحبت داشته باشیم. آقای فرخی شنونده شما هستیم. تشکر میکنم از شما خانم علی و دوستان عزیز. یه بحث هست در قسمت محیط زیست، اگه ما بخوام در نظر بگیریم، اولین موردش اینه که بیمدیریتی مسئولین
ایران دولته که واقعا یه سری قضا یه سری اتفاقات هست نمیتونن جلوشو بگیرن، که این باعث خوشسالی میشه و اینکه خود خوشسالی باعث میشه که محیط زیست از بین بره و یه مدیریت اینجا نیاز داره. اینکه مثلا تولیدات داخلی رو مثال میزنم مدیریت کنن، یا اینکه بعضی مواقع تو ایران ما برای اون پیش اومده یه دفعه میبینی گرجه، یه روز گرجه میبینی کیلو 20000 تومنه، یه روز میبینی گرجه کیلو 2000 تومنه، یا اینکه هر محصول کشاورزی که بخوایم در نظر بگیریم ببینید این مدیریت نمیشه که امسال ما چقدر تولید داریم، چقدر مصرف داریم و چقدر صادرات داریم، اینا چیز نمیشه و میاد هر کشاورزا بدون توجه به تولیدات، مصرف داخلی و صادرات میان بعضی مواقع یه سری اسراف توی قضیه آبای زیرزمینی میکنن. و اینکه مثال میزنم شاید اصلا به چشم نیاد، اینکه هر یک کیلو سیب زمینی که بخواد توی ایران توی زمین هر کشتی بخواد تولید بشه، هر یک کیلو سیب زمینی 700 لیتر آب نیاز داره. یعنی یه چیزیه که شاید اصلا دیده نمیشه و ما اصلا شاید دربارش هم چیز نکرده باشیم. یک کیلو هندونه معمولی رو که ما بخوام در نظر بگیم چیزی بوده 300 لیتر یه بابت هر یک کیلو هندونه دقیقا آب مصرف میشه. و یا اینکه مثلا یه گرجه معمولی رو که ما بخوام باز در نظر بگیم یه چیزی حدود 400 لیتر بابت هر یک کیلو گرجه آب مصرف میشه. این بیمدیریتیه که بعضی مواقع خیلی منابع زیرزمینی و آبای زیرزمینی کشیده میشه بابت چاه‌ها یا حفر چاه یا هر چیز دیگه و اینو یه جایی مصرف میشه که بعد دوریز میشه. ما داریم توی ایران داریم یه جایی میبینی تولید اینقدر زیاد میشه که بیرون میریزن. این موارد هست که واقعا توی ایران هیچ گونه مدیریتی نمیشه و میشه بگه رابطه خیلی مستقیمی داره با محیط زیست، تولیداتی که داره انجام میشه مدیریت نمیشه و این داره به آبای زیرزمینی به محیط زیست اینا داره آسیب میرسونه. یعنی اگه مدیریت بشه که امسال اینقدر تولید بشه قطعا آب کمتری یا آب طبق برنامه ریزی مصرف میشه برای کشاورزا یا برای هر نوع محصولی و این اتفاقاتیه که اصلا مدیریت نمیشه و باعث میشه به محیط زیست آسیب برسه. ممنون شدم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. مرسی از شما. بله، شما به نکته خوبی اشاره کردید که توی کشاورزی باید یه سری مسائل رعایت بشه، مخصوصا برای کشور ما که تو یه منطقه نیمه خشک به حالت بیابانی هستش. آقای تغییرپور، مایک در اختیار شماست، شنونده صحبت شما هم هست. ممنونم از شما. ببینید در مبحث محیط زیست به چند تا نکته میشه اشاره کرد. اگر ما بخوایم به لحاظ حالا مسئولیت هایی که خود حکومت داره نگاه بکنیم که مرتبط میشه وصل میشه به وضعیت شهروندان، یکی بحث حالا مهاجرت نیروهای متخصص از کشور که در کنار حالا تخصص‌های دیگه ما می‌بینیم افرادی که تخصص‌های خاصی رو در زمینه حقوق در زمینه محیط زیست دارن، اینها به قولی مهاجرت می‌کنن از کشور و میرن. به عنوان مثال شما پرونده این فعالان محیط زیستی که در زندان اوین هستن رو شما نگاه بکنید، آقای مراد تاکوس، شما نگاه بکنید چه برخوردی کردن با این افراد. مؤسسه پارسیان که نمونه‌اش بود دیگه، که اینها یک پروژه تحقیقی رو داشتن در مورد یوز پلنگ ایرانی که می‌خواستن توسعه بدن این نژاد این حیوان رو با توجه به اینکه رو به انقراض هست، می‌خواستن توسعه بدن که بیشتر زاد و ولد بکنه در ایران، که دیدین همتون اینها رو به چه اتهاماتی وصلشون کرد، به جاسوسی و فلان و بگیر و ببند و حبسای طولانی مدت و که چه بسا اینا تا پای به قولی اعدام هم رفت. این یک مسئله. مسئله بعدی بحث صنایع هستش در زمینه محیط زیست، که ما می‌بینیم صنایع الان چقدر آلودگی دارن تولید می‌کنن. صنایع پتروشیمی، همون صنعت نفت، شما نگاه بکنید در استان خوزستان که یک نمونه هست، چقدر حالا صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع
که در این استان هستن، این فقط یک استان ایران هست، حالا استانهای دیگه، حالا صنایع دیگه هستن، بماند. فاضلاب‌های بیمارستانی و کارخانجات بماند. چه مقدار اینها به قولی لوله هایی رو مستقیما از داخل پالایشگاه به داخل رودخانه ها اینها منتقل کردن که اینها خودش باعث آسیب زدن به محیط زیست میشه، باعث نابودی محیط زیست میشه. این یک مسئله است که متأسفانه کشور ما کم هم نیست. مبحث بعدی هم حالا سازمان هایی هستند که بعد از انقلاب 57 در ایران اومدن، مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان، مثل ستاد اجرایی فرمان امام. من این رو به عنوان یک فردی که حالا چون ما خودمونم در ایران پدرم اینا باغ داشتن به عینه دیدم، چون در یک منطقه بزرگ شدم که تماما باغ بود و دیدم به عینه که ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و جانبازان چگونه هکتار هکتار زمین‌هایی رو که متعلق به آقای داوود داداش نژاد کلیموران، آقای قدس جورابچی اینها بود رو در منطقه شهریار غرب تهران، چگونه این باغهای سیب، باغ به قولی گیلاس، باغ نمیدونم گلابی، اینها رو تماما خشک کردن، این درختارا، باغ به تماما اینها رو بنیاد مستضعفان و جانبازان خشک کرد، موتورهای آبی که بود تماما سیمان ریختن تو این چاهای آب، چاهای عمیقی که بود تماما این موتورهای آب رو جمع کردن، حتی تمام لوله هایی که برای موتورهای آب بود همه رو با مزایده گذاشتن فروختن، خود موتورها رو گذاشتن مزایده فروختن، زمین های اینا رو عمدن خشک کردن، زمین ها رو بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد اجرایی فرمان، بعدن اینها رو تقسیم کردن، این زمین ها رو دوباره تو مزایده به ارگان های مثل پلیس قضایی، مثل وزارت دفاع، صنایع دفاع، اینها تماما تقسیم کردن فروختن، نمیدونم وزارت بهداشت فروختن، یعنی باغ ها رو نابود کردن، کردن تبدیل کردن به عرصه و الان در حال حاضر اگر شما تشریف ببرید اونجا ببینید تماما باغای بسیار سرسبزی که بود، درختان بسیار سرحال اونجا بود، تماما تبدیل شده به ساختمان، آپارتمان، خونه. به خاطر چی بوده؟ به خاطر سیاست های غلطی بوده که مخصوصا بعد از انقلاب 57 در ایران در نظر گرفته شد، با توجه به اینکه اینها اومدن گفتن که آقا اینها چون آقای مثلا داوود داداش نژاد کلیموران بهایی بود در ایران، اینها گفتن یعنی درختایی هم که اینها کاشتن اینها نجسن. شما نگاه بکنید، دیدگاه و نگاه این حکومت رو نگاه بکنید چگونه بوده، یعنی این چیزی که به عینه خودم دیدم چون توی اون منطقه من بزرگ شدم. یک آقایی بود، آخوند بود به نام آقای داوودی، از این آقا میرفتن، حاکم شهر بود اون موقع، میرفتن از اون حکم میگرفتن. این آقا علنا حکم داده بود که میگفت درختایی که اینا کاشتن اینا چون بهایی بوده، آقای قدس جورابچی و آقای داوود داداش نژاد کلیموران، تمام درختایی که کاشتن میوه‌ای که از اون تولید بشه اون میوه نجسه چون اینا بهایین. شما نگاه بکنید اینها همش برمیگرده به ایدئولوژی، اینا همش برمیگرده به دیدگاه مذهبی، اینا همش برمیگرده به آمیزه های پوسیده و به قولی رنگ باخته ای که بعد از 40 و اندی سال کشور ما رو به این روز نشوند. و متاسفانه خیلی ها چشمشون رو همچنان میبندن به این نقص های حقوق بشر و به این جنایت. سپاسگزارم. مایکروفون. ممنونم از شما جناب آقای در زمینه با مسئله محیط زیست و نقش اون برای نسل بعد از ما و اینکه چه راهکارهایی باید ارائه داده بشه، دوستان ببینم دوستان نظری در این زمینه دارن. آقای نوریزاده. بله، خدمتتون عرض کنم که یکی از راه‌ها بازیافت آب هستش، یعنی مدیریت و بازیافت آب که متاسفانه خیلی از کشورهای جهان اصلا خیلی با این واژه آشنا نیستن. من میتونم یه آماری رو الان داشتم نگاه می‌کردم که در بین کشورها اسرائیل رتبه اول رو داره با 86% از آب فاضلابش میتونه بازیافت کنه، بعد از اون اسپانیا هست با 17%، جایگاه سوم استرالیا هست با 10%، بعد ایتالیا 8%، یونان 5%.
این یعنی اینکه تمام کشورهای دنیا واقعا اصلا فراموش کردن که بازیافت آب به چه صورت هستش و این چقدر میتونه برای آینده ما مفید باشه و میتونه کمک بکنه که ما بتونیم آبمون رو برای حال سالیان سال برای آینده بتونیم تامین کنیم. از یه طرف دیگه دوستان نکات مهمی اشاره کردن، یکی این که بحث این که ما توی کشاورزی متاسفانه توی ایران هیچ مدیریتی وجود نداره. ما خب ایران کشور خوشسالی هستش و باید به این توجه داشته باشه که چه محصولاتی توی ایران پرمصرف هست از نظر آبی که استفاده میشه و خب باید ایران چشم پوشی کنه از تولید از کشت این جور محصولات، ولی متاسفانه به دلیل که هیچ مدیریتی نداریم تمام محصولات همه از بین میره. چند سالی پیش بود من فکر میکنم هندونه انقدر ارزون شده بود که از آب معدنی قیمتش ارزون تر بود و خیلی از کشاورزا نتونستن محصولاتشون رو بچینن به دلیل که اصلا انقدر ارزش این محصول اومده بود پایین که ارزشی نداشتش که کشاورز بخواد کارگر بگیره بعد این بار هم بشه بره تا تره بار و حالا فروش بخواد بره و همه همون محصولات همونجا موندن و این باعث میشه خب تمام این آبهای زیرزمینی ایران از بین بره و ما تا چند سال دیگه با پدیده به اسم نشست زمین مواجه هستیم تو ایران. همین الان تو تهران و شهرهای دیگه داشتیم مواردی که زمین نشست کرده و خب میتونه خیلی خطرناک باشه مخصوصا در شهرهای بزرگ و راهکار من اینه که باید بیشتر بحث فاضلاب، مدیریت فاضلاب و مدیریت آب و دولت‌ها بیشتر روی این موضوع بخوان وارد عمل بشه. ممنون از اینکه موقعی که در اختیار من قرار. مرسی از شما. بله به مسئله خوب شما هم اشاره کردید، به خاطر که ایران کلن همیشه مشکل کم آبی رو داشته و میتونه مدیریت و بازیافت آب یک گزینه خوب باشه برای کم کردن معضلات و مشکلات کشور ما. دوستان دیگه اگر در زمینه محیط زیست و اهمیت به اون مسئله رو دارید که دوست دارید اضافه کنید، من شنونده اون هستم. در غیر این صورت یه جنبندی کلی از بحث آزادی که انجام دادیم بکنیم و جلسه رو به پایان ببریم. خب توی جلسه امروز در رابطه با موضوع محیط زیست صحبت کردیم و مسئله زمین. خب همطور که همه ما اطلاع داریم بالاخره تغییرات آب و هوایی و تغییرات شرایط جوی زمین غیر قابل انکار و غیر قابل جلوگیری هست، ولی ما میتونیم با رعایت کردن یک سری مسائل و جلوگیری از یه سری مشکلات اون رو به حداقل برسونیم و بتونیم زمین رو برای مدت طولانی تری قابل سکونت و زندگی کنیم. چیزی که از صحبت‌های دوستان من نکته برداری کردم و برداشت کردم از حالا در رابطه با ایران، از معضلاتی که داشتیم عدم نظارت دولت ایران و عدم آگاهی و مسئولینی که علم و توانایی اجرای کار صحیح رو داشته باشن بود و اینکه دوستان اشاره کردم به این نکته که محیط زیست یه مسئله دو طرف است بین دولت و مردم که واقعا درست هستش و فقط یک طرف نمیتونه اون رو به تنهایی هدایت کنه، اما نقش دولت پررنگ‌تر از مردم هست چون قدرت این رو داره که آموزش رو در برنامه خودش بگنجونه و باعث بشه که مردم تشویق و ترغیب بشن برای حفظ بیشتر محیط زیست. مسئله دیگه که توسط دوستان اشاره شد، مشکلاتی که در 10 سال آینده ممکنه برای ایران به وجود بیاد به دلیل عدم نظارت و بی‌توجهی به محیط زیست بودش که کاملا درسته. وضعیت ایران از نظر محیط زیست به جاهای خوبی نمیرسه، متاسفانه مشکلاتش خیلی زیاد هستش و سال به سال داره شرایط بدتر میشه، از ریزگردها گرفته تا خشک شدن چاهای
زیرزمینی و منابع آبی و مسائل اینچنینی. مشکلات خوزستان همینطور که چند ماه گذشته دیدید، با اینکه خود خوزستان توی یه منطقه هستش که جلگه هست و یه منطقه خیلی پر آبیه، نباید مشکلات آب و مسائل اینچنینی داشته باشه. یکی دیگه از مسائلی که دوستان عنوان کردن که خیلی جالب بود برای خودم، عدم نظارت بر کشت و کشاورزی هستش که درسته میتونن اون رو کنترل کنن. وقتی که کشور ما همیشه با مشکل کم آبی مواجه بوده، میتونن با واردات میوه ها و سبزیجاتی که نیاز به آب بیشتری داره این مسائل رو برطرف کنن که متاسفانه این کار انجام نمیشه. و از صحبت های آقای تقی‌پور اگر اشتباه نکنم، مواردی که من یادداشت کردم این بودش که مسئولیت حکومت بودش، مسئولیت ناپذیری حکومت بود، مهاجرت نیروهای متخصص بود و آلودگی در اثر صنایع مثل پتروشیمی و مسائل اینچنینی. و آقای نوریزاده هم به مسئله خیلی خوبی توجه کردن، به مدیریت و بازیافت آب، چون ایران هم در یه منطقه کمبارشی هستش و دو تا کبیر خیلی بزرگ داره و همطور که میدونید همیشه مشکل کمابی تو مملکت ما بوده، پس میشه با یه مقداری با بازیافت آب اون رو کمترش کردش که متاسفانه ایران با آماری که ایشون ارائه دادن فقط 5% بازیافت آب داره و این اصلا موضوع خوبی نیست. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم از جلسه امروز استفاده کامل رو برده باشید. کمال تشکر رو دارم از همه عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودن و دوستانی که ما رو در بهتر برگزار شدن این جلسه همراهی کردن، عزیزانی که همراه ما بودن و ما رو در بهتر برگزار شدن این جلسه همراهی کردن. منشی جلسه جناب آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی، مسئولین ضبط صدا جناب آقای فرشاد عرابی و سرکار خانم ماریا هری، مسئول جلسه هم خودم ماریا هری بودم در خدمتون. من در این لحظه در ساعت 3:24 به وقت اروپای مرکزی پایان جلسه امروز رو اعلام می‌کنم.